دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده این مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب مهندس سیاوش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. سپاس از همه شما همیهان عزیز به خاطر این همه لطف و محبت، و سپاس از اینکه برنامه رو عرض کنم همیشه یاری میکنید، یاری میدید. یادتون نره که از فردا شنبه دیگه این اصطلاح کانال ایران آریایی، همین سنگر، این آدرس قدیم دیگه از بین میره و شما باید روی همون آدرس جدیدی که حالا در طول برنامه جناب مهندس گفت میکنن چند بار نشون میدن، این عرض کنم آدرس جدید رو در هاردویر برای اروپا و ایران که اینو خواهش میکنم یادداشت کنید و پخش بکنید در اینستاگرام، در تلگرام، در فیسبوک، و یادداشت کنید به خانواده ها، به دوستان، به همیهنان این رو بگید، این سیگنال جدید رو. بله، سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. این فرکانس های جدید رو یادداشت بفرمایید. خیلی ساده است، شمارش خیلی ساده است، اون فرکانسی که هست. اصل قضیه هم همونه دیگه. عرض کنم 11 054 110 54. خیلی ساده است، 1 1 0 5 4، و بقیهش هم دیگه به اصطلاح اون موقعیتش هم در حال
هوریزنتال یا به عبارتی افقیه و بقیه هم که دیگه مشخصه دیگه، اون زیمبابوه و 27500 و چه و چه و چه. اینا رو لطف بفرمایید به همیهنان هم به خانواده ها بگی، چون همه چیز ندارن، همه که دیگه تو تلگرام و نمیدونم این دنیاهای مجازی نیستن. این بچه‌ها جوان‌ها شما وظیفه دارید اینو یادداشت کنید دیگه به پدرها و مادرها و خانواده‌هایی که دنبال این تلگرام و اینستاگرام و فیسبوک و چیزا نیستن، شما لطف کنید برید و کمکشون بکنید تا بتونن این فرکانس جدید رو روی دستگاهشون وصل بکنن. هیچ مشکلی هم نیست، دوستانم برای ما از خیلی از شهرهای ایران هر روز هم برای ما خبرش میاد و از سراسر کشور که آقا ما وضع کردیم و خیلی هم اوکی و با کیفیت خوب و صدای خوب و داره پخش میشه. این خواهش میکنم که لطف کنید، چون دیگه از فردا شنبه امکان داره مثلا 3-4 روز دیگه باشه، ولی گفته شده از طریق شرکتی که این فرکانس رو میدن به سنگر ایران آریایی، گفتن دیگه از روز شنبه قطع میشه دیگه این فرکانس قدیم. این که خواهش میکنم از حضورتون اینو لطف بفرمایید و به همه خانواده و دوست و آشنا بگید تا بتوانیم همچنان در خدمتون باشیم در سنگر ایران آریایی، تا در برابر دشمنان قسم خورده بازگشت نظام برحق و انسانی شاهنشاهی بایستیم، در برابر تمام این تلویزیون های فارسی زبان که همشون افتخار نوکری MI6 رو دارن و هر روزم داره دمای خروس بالا میزنه، طوری که دیگه یه عده به نام مشروط خواه که حزب و گروه هم دارن میگن میخوان تو لندن نمیدونم برن تظاهرات رو بزنن، که از مسئولینش گفته فقط عکس رضا پهلوی رو نبرید و جاوید شاه هم نگید. بله خیلی خوبه، میگه هر دم از این باغ بری میرسد. میخواستم البته اینو آهنگینش بکنم براتون، منتها دیگه ضرب و ویالون اینا نیست، گفتیم همچنین دکلمه ای حال کنیم. هر دم از این باغ بری میرسد، به به تازه تر از تازه تری میرسد. ما دیگه اصلا ما دشمن نیم، رضا پهلوی اصلا احتیاج به دشمن نداره که، دیگه هستن دیگه مشروط خواب و حزب و تشکیلات و به خدا. بله اون آقا هم که اونجا که ارز کنم کنگر خورده و لنگر انداخته و غلص لگن فروش دوست، میگه آقای خامنه ای انتخاباتی را بندازید اجازه بدید، ما که مشکلی نداریم با شما. ندارید، خب من میدونم مشکلی ندارید که هر روز میام اینجا میشینم هر کاری هم میکنم نگم. یه ده میگن یادوی شعری افتادیم گفت یه دل میگه برم برم، یه دل میگه نرم نرم، یه ده میگن بگو بگو، یه ده میگن نگو نگو، یه ده میگن ولش کن، یه ده میگن ولش نکن. منتها من نه به اونایی که میگن ولش کن کاری دارم، نه به اونایی که میگن ولش نکن کاری دارم، کارو خودمو دارم میکنم، وظیفه‌ای که شما گذاشتید رو دوشمو دارم انجام میدم. مطمئنم تا این لحظه شرمنده‌تون نشدم، اگر خوب وظیفه‌مو انجام ندادم شرمنده‌تونم نشدم. خدا رو شکر نه دستم تو لگن فروشی بوده نه شرف فروختیم و بقیه ماجرا. به هر حال امشب خانم و آقایون، همیهنان عزیز، دوستان گرامی که پرسشایی رو مطرح کردین، آقای احمدی تو رو خدا اینا میرن، یعنی امسال سال آخره و ما همیشه بهتون میگیم که برنامه رو بشینید نگاه کنید که بتونید به تمام این پرسش ها در حضور شما جواب بدین که در گوشی نباشه، چون پرسشی که شما مطرح میکنید فقط تنها شما نیستی که اینو میگی، خیلی ها میان و این پرسش ها رو مطرح میکنن. من چند تاشو باز یادداشت کردم حضور شما عرض کنم، اما قبل از اینکه آغاز بکنم طبق معمول از همه شما باقی مانده میهن پرستان که خیلی هم ازتون ممنونم، واقعا از صمیم قلبم میگم دستتون درد نکنه که تا الان این دلگرمی که شما به من دادید من اینجا نشستم و اینه من دلگرمی دیگه این ندارم که بیام اینجا بشینم حقیقتش، و حال خوشی هم ندارم، دل خوشی ندارم، نمیدونم این میکروفون و این بلنگو و این دوربین این چه عشقی داره که بعضی حاضرن زیر ماشین برن، زیر کامیون برن، فوش بخورن، بد و بیرا بشنون، تهمت بشنون، دست به هر کسافت کاری بزنن، فقط تو رو خدا گیتارمو از من نگیر، این دوربین از من نگیر که من به وسیله این دوربین بتونم بیشتر خودمو مطرح کنم، چون اگه این دوربینه نباشه کسی نمیدونه من دکترم، بعد کسی نمیاد پیشم
تو بقالیم جنس از هم بخره. حضور شما عرض کنم که بنابراین این مسئولیتی که شما به من دادید رو من امیدوارم تونسته باشم خوب انجام داده باشم، وگر نه اگر این کمک های شما نباشه، این تشویق های شما نباشه، دلگرمی های شما نباشه، به خود خدای یکتا سوگند من هیچ دل خوشی ندارم اینجا بشینم. بله، حضورتون عرض کنم که اول من یه مطلب بسیار مهمی رو همین اول برنامه که هنوز خسته نشدید از حرفام، که خیلی هم میسن آقای احمدی به خدا ما خسته نمیشیم اینقدر نگو. خب دیگه حالا ما بعضی موقعی بعد بگیم که دوستان اگه احیانا خواستن خسته بشن نشن. از درون دستگاه حاکمیت خبر رسیده، این نه شایعه بگم، من اهل شایعه پراکنی نیستم چون در شخصیت من نیست، میخوان خر دجال براتون را بندازن. برای همین استش که در اون طویله نشستن و اون هوشنگ امیر بیشرف سعی میکنه که اینو تو جامعه جا بندازه که سپاه پاسداران به حضرت عباس، به تن بیمار زین العابدین، به لب تشنه حسین اصلا گناهی نداره و فرماندهانش هم خیلی پاکن و لگن پولوش دوزدم که مدام میگه به خدا آقای سلیمانی، سردار سلیمانی خیلی معروفه، در تمام منطقه بهش احترام میذارن، دستش اصلا به خون آغشته نیست، نه در سوریه آدم کشته، نه در جنوب عراق آدم کشته، نه دستور بمب‌گذاری در کشور اسرائیل داده، نه با حزب الله همکاری کرده، نه با حماس همکاری کرده، نه دستور ترور در اروپا داده، نه دستش با بن لادن تو یه کاسه بوده. و حضرت عباس خیلی پاکه، اینقدر پاکه عین پودرای قدیم بود، بهش میگفتن به سفیدی برف، با پودر برف، عین پودر برف میمونه، خیلی پاک و منزه عین پدر و مادر. حالا اینا رو چرا به شما میگن؟ به خاطری که به زودی زود علی شیره‌ای رهبر حیوانات و جانوران اسلامی که خیال میکنه مثل اون بیمار روانی رهبر مستضعفین جهانه، آره دومون میگه اگه جرأت داری یه دقیقه بمارو جنوب شهر تهران بشه مستضعفین، ببین چقدر دوست داره. علی شیره قراره به زودی غیب بشه، غیب بشه و بگن ای آقا رفت، آقای خود آقا امام زمان بود، دیدیم قدرشو ندونستیم، ای آقا رفت، آقا آقا این آقا 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 قراره سپاه براتون کودتا کنه. اینو خواستم بهتون بگم، یه جو گوشه ذهنتون بذارید که بدونید که رضا احمدی حرف علکی بهتون نمیزنه، حواستون جمع باشه وقتی بهتون میگم نقشه هایی براتون کشیدن. حالا الان هم میاد تو ذهنتون آقا کجا میخواد بره؟ آقا میخواد غیب شه دیگه، اگه قرار باشه که غیب شه من تو بدونیم کجا میره که پیش نمیگن غیب، که میگن حاضر، مثل اون یارو مهدی فراریست، اون یارو دوازدهمیه که در رفت، اون تیز بود، آدم زرنگی بود، دید از اولی رو زدن لط و پارش کردن. شما یک دونه از اینا رو ببین، از اولی تا یازدهمی رو ببین، یه دونهشون رو ببین، اینا سالم سر زنده به گور بردن، یا تو محراب زدنشون، یا تو کوفه زدن، یا تو کربلا زدن، یا عرضم حضور شما زنش چیز ریخت، سم ریخت داد خوردن، یا مثل یارو که افتربازه زنان ایرانی زهر ریختن تو شراب، گولش زدن شراب و عرق بهش دادن، یارو رو درازکش کردن، یا مثل باقر بیغیرش کردن، یا مثل بیغیر باقرش کردن، یا مثل تعقیب نقیش کردن، اینا همه رو خلاصه صافشون کردن. اون دوازدهمی دیز بود مهدی فراری، گفت اگه من اونا خواهم این عاقبت من دارم دیگه، زد به سرهای کربلا در رفت و یارانش افتادن دنبالش، من بود و آبو بدون از که بچه تیز و بوزی هم بوده، طوری میره که دیگه پیداش نمیکنن و میشه دود، میشه میره بالا، مثل مجد قاسم بود تو دایجان ناپلون، میگفت آقا دود شد رفت بالا، آقا دود شد رفت بالا، و همه دارن دنبالش میگردن و دیدن که خب ما الان برگردیم بریم مثلا بصره، بریم کوفه، بریم دلدهات، بریم چی بگیم، بگیم مهدی کجاست، میگیم آقا آقا عروج کرد، خروج کرد، الان میاد، به زودی میاد، به زودی میاد، به زودی میاد، 1400 سال یه شیعه رو گذاشتن سر کار که آقا داره میاد. برای همین بود که محمود مشنگ اومد گفتش که از عراق چیز زدیم، ما اتوبان زدیم، مسیراش هم مشخص کردن و داره میرسه به چیز، میرسه به چاه جمکران، یعنی چیزش به اصطلاح اون ایستگاه آخرش چاه جمکران، اونجا آقا پیاده میشه، چیزم داره، خونه داره، اینا که میرن نامه مینویسن، امت همیشه در صحنه سیرک و تئاتر، میرن نامه واسش میسن که مثلا آقا دیشب من چیز خورده بودم،
بعد خیلی وضعم خراب شده بود اینا، شما چی تجویز میکنید میندازید تو چاه، بعد اونم جواب میده میگه که مثلا باید برید آلو بخارا بخورید تا وضعیت خوب بشه. حالا قراره که علی شیره‌ای یه همچین وضعیتی براش به وجود بیارن و حضور شما عرض کنم که بگن آقا چیز شد، این خود آقا بود، خود آقا بود، دیدین قدر آقا رو ندونستیم، ای آقا، آقا کجا رفتی، چرا تنها رفتی، چرا امت همیشه در زنی سیر گوتو هازو تنها گذاشتی، اینا رو با خودت میبردی اقلا، آقا جواب خانواده شهدا رو چی بدی، حواستون باشه بد نقشایی براتون کشیدن و با جاویدشا تکلیف رو روشن کنی. برای همین هستش که کسانی که به خودشون به دروغ که بنیادش و دارش و همایون لعنت الله علیه اون کسافت MI6 گذاشت، حالا میان و میگن که به عنوان اسم مشروطه هر جا خواستین تظاهرات بکنین نه عکس شاهزاده رو میارین به قول خودشون شاهزاده و نه جاویدشا میگین. جاویدشا رو نگین چون لگن فروش دوز شدیدن دستور داده به گروه مافیایش، به زیر گروه ماپستین، که جاویدشا رو فقط نگین، اگر بگین تلویزیون ایران آریایی قهرمان خوشبخت نمیشه. من خودم رو پاره پوره کردم، 15 سال کلاهبرداری، پدرسوختگی، شارلاتانی، این همه آدم آوردم، کنگر آوردم، نمیدونم لنگر خوردم، لنگر خوردم، کنگر انداختم، برخلاف برعکسش هم میشه آقا، حتما که نباید حتما کنگر بخوری لنگر بنوزی، بس موقع میشه زین به پشت. بله و حضورتون عرض کنم که اینو آوردم اونو آوردم، از سازمان تروریستی مجاهدین پول گرفتم، خواستم مریم لچک و سوزگلمولوک رو علم کنم در باره رضا پهلوی، نشد، تو خونش رفتم نشد، گفتم تو اقوه درست کرد نداد من بخورم نشد، خلاصه رفتم اون یارو رو آوردم نشد، محمد وزق رو آوردم گفتم که به شاه میگن که به شاه قبلا میگفت الان میخوام رضا پهلوی قدیس بزوزن، اون برگشت که شاه رو میخواستم بکنم خدایگان، هه 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 زدن زیر خنده نشد، رفتم شطور آوردم تو دفترم با اون قرارداد بستم، دیدم نمیشه چه کنم، این دلم راضی نمیشه. بعد حضور درس کنم هر کاری میکنم خودم به چسبونم، با اون یکی تبیله به علی منقلی میبینم اصلا اونا من تحویل نمیگیره، هیچ کدومشون اصلا از این خوششون نمیاد، ختم سرون میگیرم، نمیدونم چیز تلویزیون هم میگیرم، اونا رو هم دعوت میکنم، اونا میان میخورن میرن پشت خواهر مادر پشت سرم میرن، چون اینقدر گنگ کاشته میشه که اصلا من دوست نداره دیگه، یه جا سالمی نذاشتم تو دنیا، سر عمل کلی گذاشتم، جیب خود خودارم زدم، بی خود نیست میگن شالاتان. بعد حضور شما عرض کنم حالا اومده به زیر مجموعش دستور داده فقط جاویدشا رو نذارید بگن، چون من 15 سال این همه پدر سوخته بازی در آوردم بگم ما پستیم ما پستیم ما پستیم، پرچم پرچم، ما پستیم ما پستیم، همش مالی همش مالی، با یه جاویدشا همش از بین رفت. بنابراین ملت بزرگ ایران امشب روی سخن من در رابطه با اعلی حضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم با شما، چرا؟ به خاطر اینکه با کمال بیشرمی میان در برابر دوربین ها میرشینن و ادعا میکنن، خیلی هم ادعا میکنن، عادت دارن از اون بالا به پایین به ما نگاه کنن، نه به من و به ما، و تمام تقصیر رو میخوام بذارن گردن رضا پهلوی. من اول از الان یه چیزی من به شما بگم، من نه سخنگوی اعلی حضرتم، نه وکیل وسیشم، نه حضور شما عرض کنم چابلوسشم، هیچی. من از بچگی یه چیزی رو یاد گرفتم، اون نصایحی که پدرم کرد اینا رو یاد گرفتم، یه مقدارش رو خداییش نخواستم یاد بگیرم، یکی از این نصایح بود که زیاد اینا دلشون خوش نبود پدر مادر من دنبال توپ بدوام، ما اون یکی رو زیر سیبیل رد کردیم و دنبال توپ دویدیم، و اینکه خیلی دوست داشتم خب به هر حال منم عرضم به حضور شما یک مسیر زندگی داشته باشم که خب متاسفانه نشد و میشد که بشه، من نخواستم که بشه و امیدوارم پدر مادر من منو ببخشه. در حال به هر انسان هم حق داره تصمیم زندگیشو خودش بگیره، گله شکایتی از من نکردن ولی هر از شنگاهی میگفتن که ای کاش اونطوری که ما میخواستیم بشی، ولی خب دیگه زندگی خودته، و پدر مادر دموکراتی بودن، هیچ وقت به من هیچی رو به زور نگفتن، واقعا نگفتن، روانشون شاد، روان همه رفتگان شاد که جاشون خیلی خالیه. حضور شما عرض کنم که من سری نصایحی رو از پدر و مادرم همیشه تو پس سرم توی اون آرشیو مغزم نگه داشتم و رعایت کردم،
خونه مردم میری، اگه سر زیر دستت بریدن اومدی بیرون گفتن تو خونه چه خبر، بگو کدوم خونه، مثلا خونه ای نرفته بودن، دهانت قرص باشه، دهان لقی خیلی چیز زشتیه، چشمت به ناموس مردم نباشه، ناموس مردم ناموس خودت باشه، چشمت به مال مردم نباشه، مال مردم هم مال خودته، این مال خودت میمونه. آی دوست داری کسی بیاد مال تو رو بخوره به ناموس دیگه کنه؟ نه، پس تو هم نکن. اگر گرسنه موندی دست درازی نکن، دزدی نکن، سعی کن هیچ وقت تو زندگی قرض نکنی. خب اینا یه چیزایی که پدر مادرای ایرانی به بچه‌هاشون یاد میدن، حالا یه تو گوش میکنن میگن کار نره، من گوش کردم واقعا، و شاید نه در همون لحظه، ولی بعدها که تنها شدم تمام اون نصایح رو گوش کردم. یکی از نصایحی که پدر عزیز من روان شاه همیشه ایشون نصیحت به من میکرد این بود که سعی کن تو زندگی خوبو بگی خوب، بدو بگی بد. هیچ وقت به خاطر دوستت اگه خلافی کرده پاتون کشیده شد به کلانتری، نه که به خاطر اینکه رفیق منه بگی که نه رفیق من مثلا دزدی نکرده یا مثلا تو گوش اون آقا نزده، بگو رفیق ببخشید من نمیتونم رأی غیر از انسانی بدم، غیر اخلاقی بدم، تو این کارو کردی، منو وادار نکن به خاطر دوستی، دوستمونم به جای خود مخلص دارم، مثلا دوستم هم هستی، ولی منو وادار نکن اینجا بخوام رأی چیز بدم، شهادت ببخشید، شهادت دروغ بدم، این کار درست نیست. خوب همیشه بگو خوب، بد و بگو بد. امکان داره در اون لحظه که داری حقیقتو میگی یه عده‌ای، خیلی ها حتی یه جمع کثیری از دوستان از تو ناراحت بشن، اما زمان همه چی رو حل میکنه، و یه روزی همونا که از تو دلگیر شدن، ناراحت شدن، شاکی شدن، فوشت دادن، تو گوشت حتی زدن، اونا بیان ازت عذرخواهی کنن. فقط صبور باش. و خب سخت اون لحظه دادن این حرفا رو فهمیدن با 17 سال سن، 18 سال سن، 20 سال سن، خیلی برات سخته، باید زمین بخوری، باید خیلی بلاها سرت بیاد تا بفهمی اون نصایحی که پدر و مادر به تو میکردن اینا خودشون چقدر ضربه خوردن، اونا مف به دست نیورده بودن، بعدش هم مف این نصیحت رو به ما میدادن، چون پدر و مادرتن عزیزترین کسن، یعنی هیچ کس دیگه عزیزتر از پدر و مادر نیست. من خوبو میگم خوب، بده میگم بد. همیشه به بچه های چپ که ما خیلی هم باشون گفتگو میکردیم، بعضیشون هنوز هستن گفتگو میکنیم باشون، بچه هایی که میشه باشون گفتگو کرد، حتی و هستن روزو مجاهدین بودن و واقعا مجاهد بودن، گفتگو من باشون میکردم چون قابل گفتگو بودن، چشماشون کور نشده بود توسط ایدئولوژی. کسانی که مصدق رو واقعا دوست دارن، احترام میذارن به مصدق، وقتی باشون گفتگو میکنین قبول میکنن، میگن آره بختیار اشتباه کرد، بازرگان اشتباه کرد، سنجابی اشتباه کرد، ولی خب یه عقیده‌ای داره، اعتقاد داره به مصدق، در حالی که رفته رفته دارن اون اعتقاداتشون هم از دست میدن، چون اسناد و مدارک داره میاد بیرون، هیچی نمیمونه زیر خاک، هیچی، همه چی میاد بیرون. این دنیا همینطوری داره خودش خودش رو شخ میزنه، این کره زمین دیدی ترچنگای این آتش فشان، این داره خودش رو شخ میزنه، آشغال پاشغالش داره دیگه، اینقدر فشار اومده به این کره زمین، دلش پره میتره که از یه جایی مثلا یه جزیره جاوه رو میتره که 6 روز 7 روز یه هفته 10 روز هم داره ازش چیز میاد بیرون، آتش میاد بیرون. حضور شما عرض کنم که من همیشه به این بچه‌هایی که مخالف یا به اصطلاح منتقد نظام پادشاهی هستم گفتم اگر میخواید از رضا پهلوی وارث تاج و تخت، اعلیحضرت سیروس رضاشاه دوم پهلوی سوم، اگر میخواید از شاهنشاه آریامهر بزرگ، اگر میخواید از رضاشاه بزرگ میخواید انتقاد کنید، نرید بگردید تو کتابای کمونیستا و تو اون مزخرفاتی خودتون نوشتید، بیاین پیش من تا من بهتون بگم انتقاد کردن یعنی چی. ما مشروطه خواهان بهتر از شماها انتقادا رو میدونیم. هیچ کس به اندازه من پدر منو نمیشناسه، من فقط پدرم رو میشناسم، من میدونم که نقاط ضعف پدرم، اخلاق بد پدرم، اخلاق خوب پدرم، نقاط قوت پدرم، مثبت و منفی پدرم رو من میشناسم. مثل معلمی که میاد سر کلاس بعد از 8-9 ماه که با بچه ها سر کله میزنه، بچه های اون کلاس هم که میتونن راجع به این معلم انشا بنویسن، نه بچه های کلاس بغلی، چون با این معلم کار نکردن، فقط دیدن این آقای معلم خیلی اخمود، زنگ کلاسی که میزنن میره تو دفتر میشینه یه چایی مینوشه و بازم اخمود میره سر کلاس، اینا بهش میگن این معلم اخمود، در حالی که این معلم وقتی میره سر کلاس خیلی هم خنده روه،
چرا که با بچه ها باید در ارتباط باشی. بیایید تا من به شما بگم انتقادات چجوری باید از شاهنشاه آریامهر انتقاد کرد. انتقاد کرد، انتقاد منطقی، علازه بی عیب نبوده، رضا شاه بزرگ بی عیب نبوده، محمد رضا شاه پهلوی بی عیب نبوده، علازه سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم بی عیب نیست. کدام انسانی بی عیب است که این سه بزرگوار بی عیب باشن؟ اگر شما یک دونه آدم روی کره زمین، چه اونایی که دیگه در بین ما نیستن، در قید حیات نیستن، چه اونایی که در قید حیات هستن، چه اونایی که بعداً قراره بیان در قید حیات، اگر یک نفر رو در دنیا به من نام بردی، یک انسان رو، حتی پیامبرانی که میگن بی عیب و نقص بودن، اگه یه نفر رو به من نام بردی که این شخص اشتباهی تو زندگیش نکرده، ما یکی همینجا در برابرتون سر تعظیم فرود میاریم، آقا خدای خدافظ شما عطایش به نهایش بخشیدیم. اسم یه نفر بیاریم تو دنیا، رضا شاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین و آریامهر بزرگ بنیانگذار تمدن نوین و علازت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم، اینها هم به مانند همه ما جز انسانهایی هستند که اشتباهاتی کردن و این اشتباهات رو طبیعی است که باید مرتکب می شدن. چون اگر شما دیکته‌ای که می نویسی غلط توش نباشه، که پس نمی فهمید درست نوشتنش چطوریه. من میخوام بنویسم مثلا فرض بفرمایید حیات، خب تا من این حیات رو اشتباه نه، حیات چیز رو میگم، ما خلوت رو دارم میگم، خب من تا این حیات و اون ت رو ننویسم، با تای دست داد بنویسم، با تای دو نقطه بنویسم، من تا اینو ننویسم، معلم نیاد من توضیح نده که فرق حیات خلوت و حیات یعنی زندگی، حیات وحش یعنی چی؟ خب من یاد نمیگم که، پس چرا میرم مدرسه؟ میرم که دیکته غلط بنویسم که صحیحش رو یاد بگیرم. برای همین میگن کلاس اول، دوم، سوم هم تو میری بالا. رضا شاه دوم پهلوی سوم به مانند همه ما انسان‌ها در طول این 40 سال اشتباهاتی داشتند بی شک و تردید، هیچ کس نمیتونه منکرش بشه، و بدون کوچکترین شک و تردیدی در طول حیات زندگیشون چه بگارم همیشه در سلامت زندگی بکنن، 120 سال سایه‌شون بالای سر ملت ایران باشه، در طول زندگیشون باز هم اشتباه خواهند کرد. این یک امریست کاملا انسانی و طبیعی. یه سری سلطنت طلب هستن که امیدوارم خداوند نسلشون رو برداره، اصلا نیمه قلب رو مرز میکنن، که میگن نه اصلا اینا هیچ، نه رضا شاه اشتباه کرده، نه شاهنشاه اشتباه کرده، نه رضا پهلوی اشتباه کرده، آقا این رضا احمدی هم مأمور. خب من با اینا اصلا کاری ندارم، اینا رفتن تو فریزر یخ زدن دنبال یه داستانای دیگه. من با آدم هایی صحبت میکنم که منطق خالیش باشه، آدمی که بخواد یک طرفه یک سونه یار باشه، اون با اون دیگه تو چه حرفی داری بزنی؟ مثل آخوندا، مشکل من با این تلویزیون های فارسی زبان چیه؟ چی مال اموال پدر منو خوردن، خونواده منو کشتن؟ آخه نه، مشکل من با اینا چیه؟ میگم آقا نشستی تو تلویزیون میری هوشنگ امیر بیشرف رو برمی داری میاری؟ این مرد که میاد هرچی دهنش در میاد میگه، تو هم تایید میکنی، تو ماچ بکن، من ماچ بکن، خدافظ. جوون نشسته پای تلویزیون داره مزخرفاتتون رو میشنوه. من بدبخت تنها کسی هستم که هی باید بیام توضیح بدم بابا این دوتا مزدورن. به چه زبونی دیگه بهتون بگم؟ مزدورن، جفتشون مزدورن. اگر بیان این دو نفر برن رو قرآن، بعد برن رو تورات، بعد برن روی بیبل، انجیل، بعد کتاب اوستارم دستشون بگیرن، بعد اهورامزدارم وردارن بیانن، اینا برن شیرجه بزنن تو آب زمزم، بیان بیرون، من رو حرفم میمونم با سند، با سند و با دلیل، اینا مأمورن، مخصوصا این دوتا، لگن فروش دوز و هوشنگ امیر بیشرف. خب تو بکردن من زیر گیوتون، آقا اینا رو نگو. خب من نمیگم، ولی هستن دیگه، من نگم مگه اینا نیستن؟ بنابراین حضور شما عرض کنم که منتهای مراتب ما باید بفهمیم حرف رو کجا داریم میزنیم. آیا یک پسر خانواده، دختر خانواده، اولاد یه پدر و مادر، فرزند یه پدر و مادر، آیا با داشتن علم به این مسئله که پدر مادرشون هم عیبی دارن باید برن تو خیابون جار بزنن؟ اگر قراره من برن عیب پدر مادرم بگم، باید برن کجا بگم؟ عیب پدرم باید برن به عموم بگم، حتی نه به داییم، چون بخواه عموم میشه داداشش دیگه. باید برن به عموم بگم گله شکایتی من از پدرم دارم، باید برن به عموم بکنم. گله شکایتی از مادرم دارم، باید برن به دایی و به خالم بگم، به مادر بزرگ و پدر بزرگم بگم. اگر من از رفیق خودم، رفیق جونجونی خودم، با کسی که باش نون نمای خوردم من گله شکایتی دارم، باید برن به کی بگم؟ باید برن به رفیق مشترکمون بگم.
نباید برم به دشمنش بگم. من اگر از رضا پهلوی دلگیر باشم، ناراحت باشم، شاکی باشم، هر لغتی رو که تو دوست داری گوش کنی، منتقدش باشم و دل آزرده باشم، آیا از شمایی که الان نشستید برنامه رو دارید نگاه میکنید میپرسم به شرافت و وجدانتون، به عقلتون رجوع کنید، من باید بیام جلو تلویزیون بگم؟ من باید بیام عیب پادشاه مملکت رو با علم به این مسئله که میدونم ایشون تو چه مخمصه ای هست، میدونم دارن چه بلاهایی سرش میارن، میدانم، نمیگم میدونم دارن چه بلاهایی سرش میارن، بعد من باید بیام جلو دوربین بیام بگم که آقای رضا پهلوی اینطوری اینطوری، بعد بیام اینو تو گوش شنونده بکنم، اول بیام خودمو یه مشروطه خواه دو آتشه نشون بدم، بیام خودمو به شما یه طوری نشون بدم، مهم نیست یه سال، دو سال، ده سال، 20 سال، من بیام این رو به هر طریقی، این دیگه بستگی به قدرت من داره که موفق شدم به هر طریقی این رو به شمای بیننده طریقی، اسمشو تو با هر شالاتان بازی، با هر پدر سوخت بازی، با هر زرنگ بازی، من این رو به تو تلقیم بکنم که من رضا احمدی عاشق و شیفته مشروطه پادشاهی ام و سینه چاک رضا پهلوی ام و آی لوف یو، دیگه کاملا مشخص بشه این رضا احمدی که اینجا نشسته مشروطه خواه، این سلطنت طلب، این طرفدار رضا پهلوی، این طرفدار نظام پادشاهی. وقتی که موفق شدم این کارو بکنم، حالا تازه اومده بودم چهره واقعیمو نشون میدم. اسم این کار رو شما به من بگید، من هیچی نمیگم، اسم این کار رو شما چی میذارید؟ پدرسوخته بازی، شارلاتانی، حقوق بازی، مأمور بودن، مزدور بودن، اصلا اینا رو بذار کنار، احمق بودن، بیشعور بودن، نفهم بودن، بیشرف بودن، بیحیثیت بودن، من نمیدونم، من اینا رو دارم به عنوان سرتیتر به شما ها میگم، اسمشو چی باید بذارید؟ من بیشعورم، بیشخصیتم، پدرسوختم، شرافتم رو گذاشتم زیر پام، آخه من یه مرگم هست بیام این همه سینه چاک و آی سیروس رضا شاه دوم که بچه‌ها میگن آقا این سیروس ما هر چی سرچ کردیم جایی نیومد، انقدر بهتون نمیگم تا متوجه بشید لقب سیروس رضا شاه دوم پهلوی سپاه از کجا اومده، من کتم در نیوردم، بعضی چیزا رو بهتون نمیگم تا برید یاد بگیرید. خب حضور شما عرض کنم که بنابراین من بیام این حرفا رو به شما بزنم، بعد یک مرتبه بیام بگم که خب ببینید، خب گوش کنید ها، امشب من میخوام یه چیزای ظریفی رو بهتون بگم، هر بار که بیام یک نکات ظریفی رو میگم دیگه باش کاری ندارم، حرفمو میزنم ضبط میشه میمونه، میگم ببینید خب مردم دارن ایشون رو صدا میزنن، شاهزاده اعلیحضرت هم نمیگم، نعوذ بالله، من اگه بگم اعلیحضرت یعنی تموش، یعنی قبول کردم که شاهه، باید بگم شاهزاده، یعنی از توبرو بخورم از آخورم بخورم، سلطنت طلب ها اومدن من که گفته بودم شاهزاده، جمهوری خواه اومدن بله ما گفتیم شاهزاده، ما که نگفته بودیم اعلی حضرت، گرفتی چی میگم؟ یعنی نه تو پرسپولیسی ها رفتی نشستی که قشنگ مشخص باشی که اومدی که شاهد پیروزی پرسپولیس باشی، قرمز بپوشی، نرفتی تو تاجیا نشستی آبی بپوشی که شاهد پیروزی تاجیا باشی، پشت دروازه نشستی، نه رو به رو جایگاهی، نه اون گوشه نشستی، پشت دروازه نشستی، شلوار آبی پوشیدی با پیرهن قرمز، این مشخص نیست تو چی کاره ای؟ تکلیف تو روشن کن، چیه؟ پرسپولیسی هستی؟ یا تاجی هستی؟ یا نه تماشاگر فوتبالی، تماشاگر فوتبال برو طبقه دوم، یا برو پشت اون یکی دروازه بشی، میشون دستورزه چونت بشه فوتبال رو نگاه کن، گلم زدن احساساتی نشد، چه آبی ها چه قرمز ها، تکلیفتون روشن کنید، من تکلیفم روشنه، من از چرخ گوش ردم بکنن، تیکه پارم بکنن، خدا یکی، شاه یکی، میهن یکی، رضا پهلوی وارث تاج و تخت، اعلی حضرت سیروس، رضا شاه دوم، پهلوی سوم، تموم شده رفت، تا رضا پهلوی پادشاه قانونی کشور به ایران باز نگردد، آن وطن وطن نگردد، تا پهلویسم مجدداً فلسفهش در ایران پیاده نشود، آن وطن وطن نشود، راحت او تا آخون کشته نشود، من در این بازی نیستم، چون اونا مشخصه، اونا معلوم میشه به زودی چه خواهند شد، من فعلا با صاحب این مجلس کار دارم، تا ایشون نیاد ایران اون تاج رو سرش نگذاره، تا قانون مشروطیت در ایران مجددن
اون قانون اساسی نره تو مجلسی که اسمشو بذارن شورای ملی، تا زمانی که این مزخرفات پاسدار و بسیج و آی لباس شخصی و امپریالیسم و مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مجلس خرگان و مجلس شورای نگهبان و طویله اسلامی و رهبر تا این مزخرفات از ادبیات سیاسی ایران بیرون کشیده نشود و ما باز به گوشمون نشنویم شهربانی ایران، ژاندارمری، نیروی هوایی شاهنشاهی، نیروی دریایی شاهنشاهی، نیروی زمینی شاهنشاهی، تا اون سیستم باز نگردد، هواپیمای ملی ایران، هما، ایران ایر اون نشود، تا مهموندارای ما دوباره اونجوری خوشگل و ترگل و ورگل تو اون هواپیما قدم نزنن، تا خلبانای ما دوباره اونجوری خوشتیپ و خوشگل نباشن، تا دکترای ما سر جای خودشون بر نگردن، تا پرستارای ما باز اونجوری خوشگل و تر تمیز و ترگل و ورگل تو بیمارستانا نیان، تا ما دارای بیمه های اجتماعی نشویم، تا کشاورز دارای زمین نشود، تا کارگر در سود سهام کارخانه شرکت نکند، تا بچه تغذیه رایگان نگیرد، تا کودکان کار از بین نروند، تا تغذیه و درس خوندن اجباری نشود، تا همه سقف بالا سرشون نباشه، تا شکم‌ها سیر نشه، تا همه وقت و لباس نداشته باشن، تا این اتفاقات با آمدن پهلویسم نشود، آن وطن وطن نشود، ما مرده شما زنده. این آقا برگرده ایران ما آدم میشیم. این آقا بر نگرده همین الان ترامپ با تیمش پاشو بره تهران بگه آقا من میخوام بشم، اصلا من عاشق ایرانم، اصلا من فک و فامیلم ایرانی بوده، الکی من میگم آمریکاییم، من تیم خودم رو میخوام ببرم ایران، این 50,000 نفری که دور و برم میخوام برم ایران رو بسازم، بازم بهتون میگم اون وطن وطن نمیشه. هیچ کس در دنیا ایران را نمیتواند، نمیتواند، نه اینکه بخواهد، نه میخواهد، نه میتواند. هیچ کس در ایران نمیتواند این کشور رو از این منجلاب، دیگه اسمش فاجعه و اینا نیست، منجلابه، هیچ کس نمیتونه این کشور رو از این منجلاب بیرون بکشه جز رضا پهلوی وارث تاج و تخت. و سلام علیکم و رحمت الله، لعنت به روح روح الله، تموم شد رفت. این تکلیف من با شما. اما یه موقع هست، یه مسائلی هم هست که جاش الان نیست بگیم. منم دلم خونه، منم ناراحتم، منم جیگرم خونه، منم شاکیم، من آدم نیستم، منم پکرم، منم کشیده خوردم، منم جوونیمو دادم، منم پدر مادر دادم، منم عمرمو دادم، منم آرزوام به لجن کشیده شد، منم امیدم همش به باد رفت، مثل همه ایرونی ها. منم که تافته جدا بافته نیستم، منم مثل همه شما، همه شما ضربه خوردید، منم خوردم، تو 10 تا ضربه خوردی، من 5 تا خوردم، تو 6 دفعه با کله خوردی زمین، من 3 دفعه خوردم زمین، ولی منم خوردم زمین. منتهای مراتب من یاد گرفتم از پدرم، از مادرم، از پیشکسوتم، از مربیم، از بزرگترم، از اجتماعم، از کسانی که مربیان صحیح من بودن. بالاخره منم تو زندگیم 4 تا دوست داشتم به عنوان بزرگتر به من چیزی یاد بدن، 4 تا استاد، 4 تا انسان شریف، چون سعی کردم با انسانهای شریف در ارتباط باشم، چون راه شرافتمندانه بهتر از راه پدرسوختگی، راه پدرسوختگی میلیاردر میشی، ولی پدرسوخته ای من نمیخوام میلیاردر بشم، چون پدرسوخته میشم، چون اون پول اونجوری به دست نمیاد. در شهر خیلی پیشنهادات به ما شد، ولی ما گفتیم بهتر نون و پنیر بخوریم. چرا؟ وقتی نون و پنیر بخوری با صداقت با مردم حرف میزنی، مردم حرفتو قبول میکنن، میگن این از خودمونه، از جنس خودمونه، این پارچه پارچه وطنیه. خب این که ما بخوایم بیایم و راجع به اعلیحضرت صحبت بکنیم، باید خیلی مسائل رو بدانیم بعد بیایم اظهار نظر بکنیم. شما سر منو بذار زیر گیوتین راجع به یه شخصی به اسم ایکس، چه خانم چه آقا، بگو آقا نظرت راجع به این چیه، که بعضی موقع می‌نویسم میگم من نمی‌شناسم این خانومو، من نمی‌شناسم این آقا رو، راجع به ایشون من آقا احمدی خیلی معروفه، میگم نمیگم معروف نیست، من می‌شناسمش، اطلاعی راجع بهش ندارم. شما بیا راجع به این بنده خدا چی بگم؟ آقا احمدی از اون مزدوراست، من نمیدونم. آقا احمدی خیلی میان پرست، میگم من نمیدونم. ببخشید. من کیم که بخوام همین چی رو بدونم؟ آنچه که میگویم و اظهار نظر میکنم میدانم که میگویم. چون هیچ چیزی، هیچ گناهی، گناه اسلامی منظورم نیست، گناه مذهبی، گناه انسانی، من با انسانیت کار دارم. هیچ گناهی بدتر از این نیست که یک انسان
بخواد بیاد تهمت ناروا بزنه به انسان دیگری. این گناه نابخشودنیه، خیلی گناه بدیه که بخوای من بیام بگم که آقای فلانی دزده. این هم اعتبار کلام هم از بین رفته، هم شخصیت هم از بین رفته، هم به یک انسانی که نمیدونم دزده بهش میگم دزده. شاید امروز شما چیزی به من نگی، اصلا شاید تا آخر عمر شما هیچی به من نگی، ولی این دنیاست که اون کشیده رو به من میزنه. من از زندگی کشیده میخورم، نه از آدم ها. من از زندگی کشیده میخورم. وقتی تو نمیدونی طرف دزده، به خاطر که ازش شاکی هستی اومدی یه چهار تا چیز گفته بر علیه عقیده تو، چرا میای جلو دور میگین طرف دزده، یا در گوش چهار نفر میگین طرف دزده، یا طرف بی شرفه، یا طرف فلانه، چرا میگی؟ این کار دور از انسانیته. اینا یه دروسیه که خیلی مهمتر از سیاسیه. اگر ما این دروس اخلاقی رو ندونیم، با عرض پوزش، با یه جهان پوزش، اجازه بفهمید من راحت باهاتون گفتگو کنم. غلط میکنیم بیایم ادعای مبارزه و ادعای گویندگی و ادعای نمیدونم خیلی چیزا بکنیم. خیلی غلط میکنیم، خیلی بیجا حرف میزنیم، بیجا حرف میزنیم، بی دلیل داریم صحبت میکنیم. هر تیتلی میخوای داشته باش، اول خودتو آدم بکن. من اول باید خودم رو اصلاح بکنم، خودم دوز نباشم، خودم اعتیاد نداشته باشم، خودم قمارباز نباشم، خودم چشم به مال و ناموس و شرف مردم نباشه، خودم باید اعتبار کلام خودم رو حفظ کنم، خودم باید برای خودم شخصیت بخرم، بعد بتونم بیام گریبان دیگران رو بگیرم، ازشون انتقاد بکنم. من دلم نمیخواد بیام بگم محمد وزق، من دلم نمیخواد بگم بهرام شطور، خیلی دوست دارم اسمشو بیارم، دیدی که تو تلویزیون پارس تو اسرائیل میارم. اینا میخوان سنگر رو تعطیلش کنن، میخوان اینجا هم سو میکنن، هم چیکار میکنن که بیان اینجا در اینجا رو ببندن که جاوید شاه قطع بشه. برای همین مجبورم القابشون رو بگم، ولی من نمیخوام باشون تو حرف بزنم، چون من ترسی ازشون خورد و برده ازشون ندارم. اگه داشتم که تو تلویزیون پارس حرف نمیزدم، که حرفمو من راحت میزنم. اینها اهل گفتگو نیستن، شرافت اخلاق گفتگو ندارن. اگر داشتن من میمدم گفتم جناب آقای ایکس، چرا من باید بهش بگم فلان؟ این صحیح نیست که شما بری در فلان مجلس میکروفون جلو دهنت باشه بعد بگی تنها کسی که با الازد شوخی میکرد اردشیر زاهدی بود و فلان کارو میکرد. این درست نیست. بر اساس چی این حرف رو میزنی؟ و اون همین کتاب هم میچینی پشت سرت، بعد به ما هم میگید آدم های بی سواد و خودتون رو با سواد میدونی، بعد هیچکی نمیاد سینه سپر کنه. من آدمی نیستم که لال بشم، خدا فقط منو میتونه لال کنه، نه بنده خدا، چون وابستگی ندارم، از هیچی هم نمیترسم، به هیچی هم وابسته نیستم. برای همین نه سیگار میکشم، نه مشروب میخورم، نه دنبال این کارا میرم که وابسته به هیچی نباشم. ازدواج نکردم که اصلا وابستگی هیچ جوری نداشته باشم، که کارم راحت بتونم بکنم، راحت بتونم بگم. اصلا تنها دلیلش همین بوده، به خاطر مسائل سیاسی، که دست و بالم باز باشه. سختی کشیدم، خیلی سخته برای یک مردم، خیلی سخته، ولی سختیشو تحمل کردم، چون هدف داشتم. هدفم این بوده که بیستم در برابر فرقه تبهکاران، و گفتم تا نرمم ایران باید همین مسیر رو طی کنم. حالا میریم سر جریان اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم. اینا رو گفتم که بدونیم اگر من میخوام بیام امشب راجع به ایشون صحبت کنم، این نیست که بنده از ایشون انتقادی ندارم، ایشون برای من خود خداست، اصلا خود حضرت عیسی مسیح است، هیچ اشتباهی نکرده است، بنده چابلوس ایشان هستم، دستبوس و پابوس و قوزکبوس و زانوبوس ایشون هستم، به بینمش میفتم، فقط رو پاش دستشو میبوسم، آی اعلی حضرت، آی خدای کان، اصلا و ابدا. اصلا اصلا رضا پهلوی این تیپی نیست، این زمان اون زمان نیست، این آدم اون آدم نیست، این آدم نسل منه. ما یه تیپ دیگه، شاه ما رو یه جوری دیگه تربیت کرد، چه شاه باشی چه کارگر باشی، ما تربیت شده دوران آریامهر بزرگی منظور فرمودی. اما به خاطر اینکه من بد میگم بد، خوب میگم خوب، من میدونم این بنده خدا تو وقتی میگم میدانم، میدانم، نه مشاور ایشونم، نه همسایه دیوار به دیوار ایشونم، نه تو عمرم با ایشون یک صدوم ثانیه حرف زدم، ولی شعور که دارم، سواد ندارم، ولی عقل و شعور که دارم، تیتل دکترا و مهندسی ندارم، ولی مخ که دارم. مگه حتما آدم باید دکتر باشه که تحویلش بگیرم؟ خب دکترامونو که دیدیم چه ترکمونی زدم تو ایران.
و حالا میان برای تو میخوان جلسه بذارن با یه مش تجزیه طلب یواشکی به ما هم تازه میگن بیای، یکی از رفیقاش میگم آقا احمدی بیان روز یک شنبه بشینیم. من هنوز اینقدر بیشرف نشدم بیام بشینم بغل دست یه تجزیه طلبی که تو اربیل با پاس امریکایی دموکرات ها فرستادنش اونجا برای تجزیه کردستان. من هنوز اینقدر بیشرف نشدم به این بگم جناب آقای فلانی فلانی. دانی که دوکی حضور شما عرض کنم، بنابراین ما باید وقتی راجع به ایشون میخوایم گفتگو کنیم همه چی رو بذاریم رو میز، بعد راجبش گفتگو کنیم، بعدش رو بذاریم رو میز، خوبش رو بذاریم رو میز، بعد بیایم از خودمون بپرسیم. من این سوال رو مطرح میکنم، از جناب مهندس خواهش میکنم که فایل شماره 1 رو نشون بدن که شما این پرسش تو ذهنتون باشه که بعد من بیام خدمتتون. یه موقعی هست من یک کاری رو، من رضا احمدی یک کاری رو میتوانم بکنم اما نمیکنم، حالا به هر دلیلی نمیکنم، ولی میتونم اون کار رو بکنم. مثلا من میتونم برم چه میدونم دزدی کنم ولی نمیکنم این کار رو. من میتونم برم مثلا درس بخونم ولی نمیکنم این کار رو. خوب رو گفتم، بد رو گفتم، مثبت رو گفتم، منفی رو گفتم، خوب گوش کنید. یه موقعی هست من میخواهم یک کاری را بکنم اما نمیتوانم، این فرق میکنه. من میخوام برم بشم پزشک، نمیتونم، دوست دارم بشم، نمیتونم. چرا؟ سوادشو ندارم، عرضشو ندارم، حوصلهشو ندارم، هرچی تو میخوای اسمشو بزن. دوست دارم بشم پزشک، دوست دارم بشم خلبان، دوست دارم بشم مهندس، دوست دارم بشم مثلا هرچی، ولی خب نمیتونم، دست خودم نیست، در توانم نیست. چیکار؟ منم دوست داشتم یه روزی بشم بهترین فوتبالیست ایران، ولی خب در توانم نبود، در اون حد نبودم. اما پرسش پیش میاد، خب آقای احمدی سعی تو بکن، باریکلا گفته من اینجاست، چون من دقیقا میدونم تو ذهن شما چی میگذره و اینها از اون نکات ذهنی شما دارن سوء استفاده میکنن که بیان ضربه رو به اون نکات ذهنی بزنن. چون انسانی که میشینه تو ایران کنترل تلویزیون رو میگیره دستش، میاد روی ایران آریایی، میاد روی تلویزیونی که ادعای سیاسی بودن میکنه، اون آدم کلش با قرمه سبزی میده اومده بشینه این تلویزیون نگاه کنه، وگرنه میتونه بره بشینه فیلم ترکی ببینه، سریال ببینه، شو ببینه، رنگارنگ قدیم ببینه، فیلم زندیات تقی ظهوری رو ببینه، چه هر چی دلش میخواد بره ببینه، خیاطی ببینه، بره شو ببینه، هر چی، ولی سیاسی نمیخواد ببینه. اونی که اومده در این برنامه ها رو نگاه میکنه به اسم برنامه سیاسی، اون آدم سرش بوی قرمه سبزی میده. پس من میدونم مخاطبم کیه، بعد مخاطبم رو میخوام مخشو قلقلک بدم، ضربه رو به اون جایی از مغزش بذارم که اونجا خالیه، من بیام جای اون خالی رو پرش کنم. با چی؟ با مزخرفات، نه با کلمات قشنگ، نه بهش آگاهی بدم، نه بهش واقعیت ها رو بگم، نه بهش بخوام بیام آنچه که بر سرش اومده رو بگم. چرا من تمام اصرارم بر اینه که تا نفهمیم از کجا خوردیم کار همینه، کاسه همینه، تا ندانید که شعبه دوم فرقه تبهکاران در لس آنجلس باعث ادامه حیات ننگین فرقه تبهکاران، شما به پیروزی نمیرسید. میای تو خیابون 10 روز 15 روز زد و خورد وجود میاد، دوباره تو خونه ها یه ما دو ما دیگه همین آش همین کاسه است. چرا؟ چون شعبه دوم فرقه تبهکاران، همکاران علی شیره‌ای، همکاران فرماندهان سپاه تروریستی پاسداران، همکاران و رفقای وزارت اطلاعات و امنیت فرقه تبهکاران، اینها در لس آنجلس، در لندن که میکروفون دارن، دوربین دارن، اینها نمیگذارن که کار جلو بره. وگرنه اگر قرار بود رژیم برود، کاری نداره تمام تلویزیون‌ها بیان شعارهای مردم پخش کنن. چرا جنگولک بازی را میندازن؟ چرا میان امروز لگن فروش دو شبه داره پاشو گشت رو گاز میگه که فقط بگید زندانی سیاسی آزاد باید گردن، یعنی موسوی و کروبی؟ شما خواهی که این دلش بالا بچه های مردم سوخته، این بیشرف. بعد به زیر مجموعش به حزب مشروطه بگه آقا شعار جاویدشاه رو نباید تو لندن بدید، حواستون باشه، عکس رضا پهلوی هم نبرید. این یک توطئه است، هیچ
چی دیگری نیست، هیچ اسم دیگری ندارد. حالا بیاین جلو برنامه منو بگیرین، جلو زبان منو بگیرین، زبانم را قطع کنید، گردنم را قطع کنید، تیکه پارم بکنید. با رضا احمدی بعدی میخواین چیکار کنید؟ با این بچه‌ای که برای من خودشون مینویسن. آقای احمدی شما نهالو کاشتی، دمم گرم. اگر این کارو تونستم بکنم خیلی دمم گرم. حالا دیگه میتونم بگم اون 999 تا رضا احمدی داره به وجود میاد که دنبالش میگشتم، به وجود میاد که تو خیابونا میگن تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی. اون حرفایی که دهن من میاد بیرون با شعار تو خیابونا مینویسن، اون شعارا رو میدم. پس این نشون میده حرف عمل کرده. من کار خودمو کردم، دمم گرم. چه ادعایی داشتم؟ هیچی. همیشه هم گفتم بی سوادم، همیشه هم گفتم من دنبال رهبر و بهبر و فرمانده و فراخان بده و بریم زیر زمین بر. من اصلا و ابدا، من اندازهای خودم میدونم، مخلص همتونم هستم، از من بی سوادتر نمیتونی پیدا کنی. منو دوست داری بگید جاوید شاه، منو قبول داری پادشاهتون رو برگردید ایران. من سربازم، از دم در این جبهه تکون نمیخورم. هر کس هم بخواد بیاد به من درجه قربانی بده، استواری بده، افسر، اصلا خودم میذارم تو گوشش. من هیچ درجه نمیخوام، بهترین درجه من درجه سربازیه. دستتونم درد نکنه که این درجه رو من، شما منو سرباز میهن کردی. اینا رو برای لوسگری نمیگم، عشق میکنم که سرباز ایران باشم. یه هم میهنی هست که اگه لوت میکنه زنگ میزنه میگه از سرباز وطن به سرباز وطن. خیلی دمش گرم. از سرباز وطن به سرباز وطن، باریکلا، آفرین. این آدم حرف منو گرفته، ما سرباز وطنیم، تموم شد. بیشتر از این بخواییم بدین جلو رو من حساب نکنین. نه من باهتون میام، نه منو میتونی دنبال خودتون بکشی تو هیچ بازی، تو هیچ بازی. و همیشه حضورتون عرض کردم، من پشت سر اعلی حضرتم، نه در کنار ایشون و نه خدای نکرده جلوی ایشون. اگر برم جلوی اعلی حضرت، آقا رضا میشه جلویش ایستاد سینه سپر کرد؟ نه، وارد این بازی من نشید. اگر برم جلوش یابو برم داشته، یا ای من تونستم بزنم رضا پهلوی جلو، که میان بعد میگن ما فرمانده ایم و ما ارتش داریم، ما فرمانده ایم، میخوام بریم با شازو صحبت کنیم، تکلیف رو روشن کنیم. ببینید چهار نفر بیان تو تلگرام دروغکی تو مثلا بگی من 30000 نفر مثلا چیز دارم، منبر دارم، منبر دارم فلان، اینا یابو برات میداره. در حالی که ما اندازهای خودمون رو باید بدونیم. پس من جلوش خدای نکرده نمیرم. اساسا بی ادبیه که من بگم من جلوی اعلی حضرتم و تو جلوش ایستادی، جلوش نرفتی، جلوش ایستادی. در کنارش هم من نیستم. چرا؟ چون من خودمو در حدی نمیدونم، خودمو کوچیک نمیکنم. ما همه انسانیم نزد خدا، چه رضا پهلوی چه رضا احمدی، ما هممون انسانیم، چه عیسی مسیح. اما اینو که نمیتونیم منکرش بشیم که جایگاه ایشونه، که من نمیتونم منکرش بشم که میشم. نه، یک نفر میشه شاه، یکی شد کوروش، یکی شد داریوش، یکی شد خشایار، یکی شد انوشیروان، یکی شد نمیدونم یزگرد، یکی شد رضا شاه، یکی شد محمد رضا شاه، یکی هم شد رضا پهلوی. این کفتر وقتی بال میزنه رو سر یکی میشینه، نه رو سر 80 میلیون. پس من نمیتونم کنار ایشون بیستم. چرا؟ چون من در حد ایشون نیستم، من خودمو در حد ایشون نمیدونم. اگر اینو من بگم تو شنونده بیننده قبول کنی، حالتون خوش نیست. بعد کاری کردی که من یابو برم داره، منم آدمم، ولی من خودم رو کنترل میکنم. خودم سری تناب خودم رو میکشم، افسار خودم رو میکشم. اوه کجا داری میری؟ یابو برد نداره. زمان که مثلا دو دفعه اومده جلو دور می خبری هست و بیشین سر جا بتمر، سر جا همون چه که تمر گیدی بتمر، تکون نخوری ها. از این لوس کرده دارم، خودم دوتی کشیده میزنم تو گوش خودم که حواسم جمع باشه. جدی دارم اینو بهتون میگم، من پشت سر اعلی حضرتم. ایشون فرماندهی این جریان به دستشونه، چپ میره میرم باهش چپ، راست میره. من با رضا پهلوی تا دم در جهنم، نه که لگن فروشی روز گفت علا حضرت من به شخصاتی خودم من تا دم در جهنم میام، ولی تا تو جهنم نیمه باره بابا در بدا خونت شوتی. من با رضا پهلوی تا خود جهنم که هیچی، من تا ته 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 جهنم میرم. انقدر باهش میرم که بخوریم زمین، خود زمین منم میخورم زمین، من نمیخورم زمین، تا نخور زمین من نمیخورم زمین. این راحت بهتون بگم، ولی اینا رو که دارم بهتون میگم دلیل بر این نیست که اگه من دارم طرفداری میکنم وقایعی رو میگم به خاطر این هستش که من اینقدر دیگه عاشق و شیفتشم. عشق من به جای خود، طرفداری من به جای خود، حق و حقانیتم به جای خود، حق و حقانیتم به جای خود. تو نمیتونی چشتو ببندی دهنتو وا کنی با علم به این مسئله که خیلی مسائل میدونید، بعد بیایید بشینید یه مزخرفاتی رو بکنی تو مخ شنونده، تو مخ جوونی که میگه ای بابا این که شاهیه، پس این هم میگه بس اون نمیخواد شاه بشه دیگه. تو
میفهمی داری چه سمی رو پخش میکنه تو جامعه. تو من الان نمیتونم بیام به شما بگم ببخشید خانم آقای من نمیدونستم اونجا مثلا اون فوشا رو دادم فوش بدی بود. یه موقع از دهن میپره بیرون یه داستان دیگری است، ولی یه موقع دانسته من یه کاری رو میکنم، دانسته یه حرفی رو میزنم، یا باید بیام معذرت خواهی کنم یا یه معذرت خواهی نکنم پس دونستم یه چیزی رو گفتم، پس غلط میکنم میام اینجا میشینم. اینجا مسئولیت داره، اینجا فقط این نیست که تو بیا تیچیش مامانی تو به مردم نشون بدی و نمیدونم بقیه ماجراها رو کتاب بچینی پشت تو، نمیدونم پرچم 6 متری بذاری پشته. مردم با پشت صحنه تو کاری ندارن، مردم با تو کار دارن، مردم با کت شلوار تو کاری ندارن، مردم نشستن لباس تو رو ببینن. من مردم بی رخت و لباسم، هر ایرونی تو کمدش در دست لباس داره، مردم اومدن نشستن ببینن تو چی داری میگی، تو کی هستی، تو میتونی مشکل ما رو حل کنی؟ بس دیگه اینقدر نشستین برای ما تفسیر کردین. بابا ما بیشعوریم که اینقدر بیمشیم آقا من مفسرم، شما خیلی بیجا کردی. من بیشعورم که تو بیا برای من تفسیر کنی؟ تو اومدی برای من ایرانی که تو ایران نشستم میخوای چی رو تفسیر کنی؟ من الان میخوام بشینم برای شما اوضاع ایران رو تفسیر کنم، من چی رو تفسیر کنم؟ مردم دلار گرون شد، مردم میخوان یارو پولایی که بهتون میدم ما 40-50 هزار تومان چیه یارانت نارانت نمیدونم چیه اینا، این مردم اینو میخوان قطع کنن، مردم بنزین رو میخوان گرون کنن، آقا دلار قراره گرون بشه، تو نشستی تو لجنجلس تو هامبورگ تو هر جا تو داری به من میگی که دلار قراره گرون بشه، تو داری به من میگی که بنزین اگه گرون بشه چی میشه، تو به من اومدی بگی علم الهدا تو وحشت مثلا دیشب اینو گفته منظورش چی بوده، تو میخوای به من بگی علی شیره‌ای که اومده به بسیجی‌ها گفته آتش به اختیار معنیش یعنی چی، تو چی رو میخوای تفسیر کنی، تو میخوای بیای به من بگی که دیشب یه قراردادی بین چین و جمهوری اسلامی پشت درهای بسته شده که جزیره کیشو یه 20 سال چیز کنم 20 سال بفروشم به کرایه بدم به چینیا، چرا که دولت پول نداره یه بدون یه 20 میلیاردی اونطوری بگیره. تو داری به من بچه بندرعباس اینو میگی، به بچه جزیره کیش داری اینو میگی، تو اومدی به من بچه تهران داری میگی که مثلا هوای تهران آلوده است به این دلیل، تو اومدی به من بچه بندر پهلوی، به من بچه نمیدونم گرگان، به من بچه مشهد، تو اومدی به من داری میگی مثلا جنگلای مازندران گیلان داری میسوزه، یا مثلا تو مشهد شده مثلا بانکوک آسیا، بانکوک ایران، تو اومدی داری به من میگی که جنگ چه بلایی بر سر خوزستان آورده، به من بچه اهواز، به من بچه دسفول، تو اومدی به من بچه کردستان داری میگی که مثلا چرا کوله میذاری رو دوشت برمیداری میبری تو عراق و نمیدونم قاچاق میبری قاچاق میاری، تو داری به من بچه کردستان اینو میگی، خب تو چی رو میخوای تفسیر کنی؟ چرت پرت میگین، سرکاری ملت سرکار گذاشتین، بین من با تو که پدر کشتگی ندارم در بداغون، شما ملت سرکار گذاشتین، مبارزه این نیست که شما نشستین جلو دوربینا دارین تعریف میکنین، مبارزه اینی که من دارم میگم الف زیر ب، مبارزه اینی که من دارم میگم، مبارزه باید در برابر فرقه تبهکاران، مبارزه اینه، همین مبارزه ور زدن نیست، مبارزه مشته. ما در برابر یک حکومت فاشیست مذهبی ایستادیم، در برابر حکومتی ایستادیم که این حکومت میگه هر کی اومد تو خیابون قلقم کرد با تیر داره میزنه تو مخه، بعد من بیام بشینم چی رو تفسیر کنم؟ آقا من مفسرم، شما بیجا کردی، بکش شنا جاتو بده به یه نفر بیاد بشینه اینجا که مردم رو تهییج کنه، به مردم بگه که باید با چه زبانی بین تو خیابونا و جنگ و دعوا را بندازین و بیستید در برابر اینا. من دارم یک تنه این کارو میکنم، زورم نمیرسه به همه شماها، جلو چند تاتون رو بیستم، جلو چند تا گروه مافیایی بایستم که بعد میرن کیلو کیلو پول خرج کنن که این برنامه رو ازش بگیرم. بابا پول ما رو خرج کنی، خدا بهتون برنامه نمیدم، بیمردین رو خودتون. من کارمو کردم، حرفامو زدم، و تا تو همین سنگر میخوان نفوذی بفرستن، من که بچه نیستم، که من روده تک تک شما رو وجب کردم، مثل تخمق گندیده همه تونو به دندونم زدم تو این 30 و چند سال زندگی ما بیر کردم که ببینم چرا این بلا سر من اومده، چرا کشوری که تا 40 سال پیش دختر ایرونی با شورتک کوتاه سوار دوچرخه میشد تو خیابونا دوچرخه سواری میکرد، تمام پلاکارت سینماهای ایران از هر 100 تا سینما 80 تاش فیلم سکسی نشون میداد، تو هر کوچه یه عرق فروشی بود، یه دیسکوتک بود، یه مرکز سالم تفریحی بود،
تو هر خیابونی یه مرکز آموزشی بود، تو هر شهر و دیاری 100 تا 150 تا مرکز ورزشی بود. جوانای مردم دنبال کاراته و کونگ فو و فوتبال و شنا و همه سالم داشتن زندگی میکردن. کل جمع مملکت ما 100 هزار تا هروئینی نداشت. آقا هروئین وارد میکنن، فلان وارد میکنن، اینا چطور امکان داره اون مملکت برسه به اینجا؟ چطور امکان داره منی که سوار هواپیما میشدم، من نوعی میرفتم فرودگاه مهرآباد بلیت پاریس رو میخریدم، میگفتم خانم اولین پرواز به پاریس که امکان سن 2 ساعت دیگه، میگفتم لطفا یه بلیت بدیم، بلیت پاریس رو میدم، یه دونه کیف سامسونت دستم، کت شلوار کراوات نشستم تو هواپیما 9 صبح پرواز میکردم از فرودگاه مهرآباد، ساعت چه بودم 12 یک بعد از ظهر 2 بعد از ظهر پاریس بودم، خریدم و میکردم با اولین هواپیما، خیلی بد میآوردم، فردا با اولین هواپیما تهران بودم که برسم به عروسی عمه جونم. چطور امکان داره اون مملکت به روزی برسه که زن ایرانی امروز بیاد تو بوزنی هرزگوین و بقیه ماجرا، که بیا سر سن پاولی هامبورگ در بیاره؟ چرا؟ من اومدم دنبال این چراها میگردم، برای همین گریبانت گرفتم، میگم بی شرف شماها دزدی، شماها مزدوری، حالا بیا سر منو بذار زیر گیوتین، برید مزدوراتون رو بردارید بیارید، نفوذی بردارید بیارید، اختلاف بندازید، جلوی زبون منو نمیتونید بگیرید. واسه خاطر همین پاک زندگی کردم که حرفمو بزنم، برای خاطر همین چشممو رو خیلی چیزا بستم که بتونم حرفمو بزنم، که ازم آتو نگیرید. با اینکه مجرد بودم هر کاری هم عشقم میکشیده میکردم و کردم و دمم هم گرد، ولی مثل شما پستی نکردم، نرفتم تو خونه رفیقم دست رازی کنم به دختر رفیقم که ساعت 11 شب با پسی گرده میزنم از خونه بیرون، نه از 6 صبح پای منقل ننشستم 8 صبح بیام بشنم واسه مردم روزه بخونم جلو تلویزیون. دروغ نمیگم، من دروغ نمیگم، واقعیت میگم. اجازه بدید تا اسم بیارم. نرفتم تا خرخره بشینم مشروب بخورم تا 4 و 5 صبح تو قمارخونه ها، ساعت 8 صبح بعد بیام بگم من باید برم برنامه دارم، برم دوش بگیرم یه قهوه بخورم پاشم بیام بشینم اونجا، بعد از آزادی بیان و دموکراسی و فمینیست و این چیزا بشینم شر بر تحویل ملت بدم. ملت میفهمه شما چی خیال کنی، این ملت فقط دستگیر شده، به گروگان گرفته شده، بیشعور نیست. این ملت ملت بزرگی، این ملت ملت فهمیده ایه، این ملت میفهمه. شما خیال کردید که الان اون یارو زنی که هنوز داره واسه تون ترانه میخونه بعد 40 سال، هنوز ما دیگه مثل اون نداریم؟ همین الان رضا پهلوی بیاد اینا در عرض کمتر از 2 سال تا بهتون بگم چند هزار شاه ماهی و نمیدونم سفید ماهی و بغل ماهی بزن از اون مملکت بیرون، صداهایی بیاد که کف کنید، فوتبالیستایی بیاد که اصلا یادتون بره مهدوی کیا و علی دایی و نمیدونم اون یکی، اینا الماسایی هم تو ایران که تراش نخوردن، هنرپیشه‌هایی بیاد که همه یادشون بره فردین و ناصر ملک موتی رو، دکترهایی بیان که یادمون بره پزشکای قدیمو، طرحهایی رو بچه های مهندس تو ایران بدن که فراموش بکنین تمام اون طرحهایی که تو ایران بوده. این ملت ملت باشعوریه، ملت باسوادیه، ملت فرهیخته، از دل این ملت سعدی اومده بیرون، حافظ اومده بیرون. خیال نکنم منم لوس میکنم خودمو، من بد مردم میگم بد، خوبو میگم خوب، من بدو میگم بد، خوبو میگم خوب. این ملت یه ملتیه که از دلش فردوسی رو اومده بیرون، یه بابک داد بیرون تومون تمام خلفای اعرابو کشید پایین، از دل این ملت آریوبرزن اومد بیرون، از دل این ملت یعقوبی اومد که زبان پارسی رو کنترل کرد، گفت آقا این زبان داره از بین میره، از بین رفته بود، زندهش کنید، هر کس از امروز به جز فارسی صحبت کنه دندونش رو بزنید تو دهنش، بزنید در بداغونش کنید. اینا اومدن فرهنگ سلحشوری رو از شماها گرفتن، اینا اومدن فرهنگ اصیل ایرانی رو از شماها گرفتن، با یه مشتم پدر سوخته رو آوردن نشسته جلو دوربین برای نسبت 4 تا خوبش، نمیدونم حالا 4 تا هستن یا نه، ما گفتیم 4 تا، تو هم بگو 4 تا. بنابراین من امشب میخوام به شما همیانان عزیز بگم رضا پهلوی آیا میتواند و نمیکند یا نمیتواند که نمیتواند؟ متعلیمون روشن بشه، من قرار نیست فقط چرا تو فیسبوک فقط بر علیهش صحبت میکنی، چرا جلوی دوربینم یه تیکه میندازی، یا مثلا بعضی از اون که خیلی با جسارت میگه که آقا ملت صدا زده چرا نمیای تکلیفو روشن کنیم؟ حالا من تکلیفتو روشن میکنم، من دست به تکلیفم گوده تو امیدی، دست به خرینم هم گوده. بله جناب سیاوش تمنام کنه از حضورتون شماره یک و لطف بفرمین، ممنونتون میشه.
دوری مخلی بود دوری مخلی بود دوری مخلی بود دوری مخلی دوری مخلی بود دوری مخلی بود دوری مخلی بود دوری مخلی بود سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرام. من از همه شما خانم‌ها آقایون، مخصوصا شما بچه‌ها جوونا، پسرها، شما پسرها، آقا پسرها، یه خواهشی ازتون دارم. برای یه بار ما یه خواهش می‌خوام ازتون بکنم. من نمیدونم این الدنگ اینجا این کجاست، تهران، شیراز، من نمیدونم این کجاست. ازتون خواهش میکنم اینو اگه زیر سنگم شده واسه من پیداش کنیم، پیداش کنیم محل کارشو ها. که این کجاست. هیچ کاری هم باش نداشته باشم، فقط یه آدرسی از این بگین که این گم نه. این من نمیذارم گم بشه، ولی یه چیزی بهت بگم، امیدوارم رفیقات به گوشت برسونم. من از موقعی که این فیلمو دیدم دو سه روز پیشه که گفتم اینو جمعه نشون میدم، تا امروز قسم خوردم و رو قسمی هم که بخورم وای میستم. مطمئن باش من تو رو تو تهران پیدات میکنم. اگر پیدات کردم میکنم تو همون صد آشغال به شرافتم هرچی آشغاله میریزم رو تو. اگه جرئت کردی از اون آشغال دونی ببیرو، یادت باشه که من بهت گفتم، من رضا احمدی، یادت باشه که اینو بهت گفتم. تو بی شرف کثافت، اگر این کارو تو آلمان میکردی حداقل 8 سال زندان گرفتودی. چون من تو اکابر که رفتم قوانین مدنی و حقوقی آلمانو خوندم، میدونم حداقل 8 تا 10 سال زندان میگرفتی، بعد بدون چیز، بدون که بهت عفو بدن. 8 تا 10 سال، این 8 تا 10 سال زندان داشت تو آلمان. بعد اون بیشرفی که وایسادی داری هر رو هر میکنی میگی دوربین مخفی و میخندی اینا، دعا کنید شما دو سنشون مشخص 3 نفری، من به نظرم 3 نفری، دعا کنید من شما 3 نفره نبینم. 3 تا سطل آشغال، همون سطل آشغالا رو میذارم بغل دست، به بچه‌ها میگم بکنن تو سطل آشغال، خودم هم وای میسم نگاه میکنم، بعد میگم آشغال بریزن روتون. اگه جرئت کردین از اون سطل آشغال بیین بیرون، تا نگفتم نباید بیین بیرون. اگر اون بچه‌ها رو پیدا کردم میگم حالا آشغال بریز روش. من بی شرف تر از تو عمرم ندیدم که این کارو با این کردی، با این بچه کردی، واقعا ندیدم. اگر یه روزی روزگاری به من بگن علی شیره‌ای بی‌شرفه یا این کثافت، من میگم این کثافت بی‌شرف‌تر از علی شیره‌ایه. بخون تا تبرو دیگه به چی گفتم. توف به شرافت نداشته، لعنت به روح پدر مادری که همچین کسی رو تحویل اجتماع دادن. اینا واسه بابا لعنت. مرد اونیه که دست کنه تو جیبش 100 تومان بده به این بچه بگیری ساندویچ بخوره. کثافت این تفریحه؟ اسم اینو میذارین تفریح؟ تو اسم خودتو میذاری مرد؟ جناب مهندس لطف فرمایید اون فرکانس جدید رو بذارید که بچه‌ای که پول لود کردن زحمت کشیدن، من بچه‌ها رو اسامیشو بگم و در این حال ما این فرصتی هم باشه که فرکانس چیزو ببینیم، تلویزیون رو ببینیم. بچه این فرکانس هم یادتون نره، اینو به همه همیانان عزیز و به خانوما آقایون و به فامیل چیز کنید، عرض کنم یادآوری بکنید. فرکانس جدید تلویزیون ایران آریایی رو که اونجا نوشته فرکانس عرض کنم 110.54 1.1054 حضور شما عرض کنم و موقعیتش هم که افقیه. حالا من اسامی بچه ها رو اول اعلام بکنم.
عرض کنم انجمن تاج پادشاهی لندن آقای همایون لطف کردن $25 سپاس از شما آقای همایون، انجمن تاج پادشاهی لندن. آقای اسد عزیز از آلمان همرزم ما $50 لطف کردی آقای اسد، دست درد نکنه. آقای ایران دوست شیکاگو $20 دست شما درد نکنه آقای ایران دوست عزیز از شیکاگو. آقا شهرام از لندن $50 دست شما درد نکنه آقا شهرام. و از سرباز وطن به سرباز وطن، دمت گرم سرباز وطن، کار درسته ایوالله. $50 از سرباز وطن به سرباز وطن، دست درد نکنه. خیلی من اسم تو آوردم نه اینکه به خودم منظورم این بود، ولی به هر حال دمت گرم، لطف محبت کردی که $50 هم شما لطف کرد. اما خانم و آقایون بریم سر اصل موضوع خودمون، گفتگوی خودمون. ببین همینان عزیز، یه موقعی هست که آدمیزاد یه کاری رو از دستش بر میاد، این کار رو انجام نمیده، یه کار خیلی رو، و این به دور از اخلاقه. من مثلا میدونم یه کار خیلی از دستم بر میاد، مثل همین کسافتی که الان دیدی که میتونست، مشخص اینا کاسب هم دیگه اونجا وایستادن مغازه دارن، و میتونست بگه بچه جان نرو تو اون سطل آشغال، بیا اینجا، میبودش تو اون مغازه، در دهنش رو میشست، دست و پاش رو میشست، چه خرجی واسه در میآورد. یه غذای گرمی میخریدی، یه نوشابه بهش میدادی، یه ذره باش گفتگو میکردی. بچه هستیم، بیشور، بفهم، بچگی نکردی که داری این کار میکنی. کجا تربیت شدی؟ تو طویله اسلامی تربیت شدی دیگه. قلب نداری، تو روح نداری، تو شب میری خونه مثلا نه احساسی به پدر، نه مادر، نه فرزند، نه، امیدوارم زن و بچه در الان نشسته باشن نگاه کنن، هرچی که میدونم تو تیپ تو اصلا شعور همچین تلویزیونی رو نداره. یه موقعی از آدم یه کاری رو میتونه بکنه ولی نمیکنه، یه کار خیری رو. خب این کمال بیمعرفتیه. وقتی آدم میدونه دست یکی رو میتونه بگیره نمیگیره، خب خیلی آدم پستی باید باشی، خیلی باید بیمعرفت باشی. یه موقعی هست من واقعا میخوام بانی یه کار خیری بشم اما نمیتونم، در توانم نیست، منو ببخشید، عذر میخوام، شرمنده تونم، و طرف هم میفهمه که این واقعا میخواست منو کمک کنه، من نمیتونم. رضا پهلوی وارث تاج و تخت میتوانست به مانند خیلی از شازده ها، نه حضور شما عرض کنم که بگه شاهزاده شاهزاده، درست نیستی، به مانند خیلی از شازده ها شاهزادگان در جهان که از پدرش از تاج و تخت خلق شد، خیلی ها در دنیا، مثل یونان، مثل بلغارستان، مثل ایتالیا، مثل خیلی جاها، خیلی کشور، مثل فرانسه، مثل آلمان، میتونست خود شما مردم خودتون اومدین تو خیابون. آقا توطئه انگلیس بود، توطئه خودتون اومدین تو خیابون، پس خیلی بیشور بودی که پای توطئه رو خورد. اصلا میدونی چیه؟ پدرم آواره کردین، پدرم جلو چشمام به اون شکل نامردا به قدر رسی، وقتی که چشماشو داشت رو هم میذاش، آخ 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 آخ، اومدی تو خیابونا. آقای مهندس لطف کنی شماره دو رو نشون بدی. ایران که شاهنه داره، پهلوی،
کجایی؟ به دانه بایی ای شاه ایران، بردار به ایران. و تشکر ویژه از مردم عزیز ما برای حضور در راهپیمایی بزرگ تهران امروز و همچنین همکار خوب شبکه سه و شبکه‌های مختلف که دارن پوشش میدن این رخداد بزرگ. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. این دو تا شو این داخل کشور و خارج از کشور بود. این یه جو گوشه ذهنتون نگرده. رضا پهلوی میتونست بگه آقا به پدرم بعد ویرا گفتین اونطوری اون بلا رو سرش آوردین، مادرم، خواهرم، برادرم. آقا جون من نمیخوام شاه بشم. هیچ خدایی هم نمیتونست بهش به زور بگه تو باید بری شاه بشی. آقا نمیخوام. خودتون به پدرم گفتین برو بیرون. بعد به من میگی برو شاه بشو. نه آقا من نمیخوام. خدا به شما. اینقدر عرض لیاقت دارم که گیلیم خودم و مادر و خواهر و برادرم هم از آب بکشم بیرون و برم زنم بگیرم و خواهرم بره ازدواج بکنه و برم آقا دنبال کار زندگیمون. به خدا قسم تمام دنیا میومدن بهش میگفتن آقا $100,000 بیا اونجا تو اون شرکت سرمایه گذاری بکن، الان پولش از پارو بالا میره، از استرالیا بگیر بیا برو تو کانادا. تمام اروپا در کارخانه آبجو سازی در آلمان، در کارخانه اتومبیل سازی BMW، در کارخانه پژو، در کارخانه نمیدونم فولاد سازی، در کارخانه نمیدونم ویسکی فروشی، شراب سازی، نمیدونم آهن، فولاد، همه جا میرفت سرمایه گذاری میکرد. اصلا صاحب بزرگترین شرکت هواپیما میشه خوشم که قلبانه. نه درد سر داشت، نه احتیاج بیندن میخواستن بکشنش، نه نمیدونم 80 میلیون جمعیت شاهزاده چیکار کنیم، شاهزاده چه فلان میشه، شاهزاده اله میشه، رضا شاه دوم او چرا شورا درست کردی، او چرا این کار کردی، او چرا اون کار کردی، چرا رفتی پیش بی بی سی حرف زدی، چرا رفتی پیش اون یکی حرف زدی، چرا این آوردی خونه، هیچ کس کو کار نمیکنه. داشتن زندگیش هم میکرد، عادی هم میومد میرفت چون کاری نداشت دیگه، دنبال داستانی نبود که. نه سی آی ای واسش قمه تیز میکرد، نه امای سیکس واسه چاقو تیز میکرد، نه کاگبه میخواست بکشتش، نه اون یکی میگفت حرف نزن، نه اون میگفت تو امریکا خونه داشت، تو فرانسه خونه داشت، تو آلمان خونه داشت، تو دبی خونه داشت، کنسرت دلش میخواست راحت میرفت، با زنش میرفت قشنگ این ور اون ور میرقصید، نمیدونم توی مهمونی میرفت، مهمونی نمیدونم شاهزادگان اروپایی میرفت. هیچ خدایی هم نمیتونست بهش زور بگه، بگه آقا تو چرا این کارو میکنی، میگه به تو چه مربوطه، خودتون به ما گفتین برو بیرون، خودتون گفتین پهلوی بعد پهلوی بره بیرون، خب ما اومدیم بیرون، حالا که اومدیم بیرون دست از سرم بردارین دیگه، دیگه چیکار هم دارین؟ نکرد این کارا رو. یه عکس از این آدم چاپ نشد، اونم جوون بود، پسر شاه بود ولی جوون بود، جوون بودنش که دیگه به پسر شاه بودن ربطی نداره که، اونم 20 سالش بود. عکسشو بندازن مثلا ماس کرده سمت چپش یه دختر مو بلوند، سمت راستش یه دختر نمیدونم مشکی، پشت سرش یه سیاه‌پوست پاشو نمیدونم یه ژاپنی داره میکشه، از فلان قمارخونه تو اسپانیا داره میاد بیرون، از فلان نمیدونم مشروب فروشی تو پاریس داره میاد بیرون، مثل یک انسان با شرف با نزاکت، واقعا در شأن یک پادشاه، واقعا در یک مرام شاهانه نشون داد خون رضا شاه رو، نشون داد خون محمد رضا شاه رو، نشون داد در دامان مادری به اسم شعبانو فرای پهلوی تربیت شده، بزرگ شده، نشون داد بچه با اصالتیه و شد الگوی من. من ازش یاد گرفتم.
گفتم ای نگاه کن رضا پهلوی چه قشنگ خودش نگه داشته. تازه تو موقعیت خیلی بهتر رضا پهلویه. چرا؟ چون تو که رضا پهلوی نیستی، تو راحت میتونی بری بخوری بنوشی دوست دختر داشته باشی، بری تو این عرف فروشی، بری تو اون دیسکو. ولی نگاه کن چقدر تمیز خودش نگه داشته، چون هر آدمی اتیش به یه الگویی داره. من دیشب عرض کردم ما در زمان شاه الگو داشتیم، ما بچه بودیم الگو مثلا فردین بود، جوانمردی، لوتیگری، دست ضعفا رو گرفتن. الگومون تو استادیوم فوتبال میرفتیم، فوتبالیست ها الگوی ما بودن، تو اجتماع الگوی ما خواننده ها بودن، هنرپیشه ها بودن، به هر حال خانوم ها الگو داشتن، آقایون، هر کسی یه الگوی تمیزی تو اجتماع داشت. ما الگومون کی بود تو اجتماع؟ عرازه رو الگوش الگوی ها جلو تلویزیون هم که دارید میبینید. بنابراین این شخص اومد و ایستاد، سینه سپر کرد. بهش گفتن اونجا حق نداری حرف بزنی، گفت باشه. گفتن اینجا بیا حرف بزن، گفت باشه. گفتن اینو نباید بگی، گفت باشه. گفتن اینو حق داری بگی، گفت باشه. گفتن اونجا بردنش محاکمش کردن، اونجا آوردن باش. اصلا مصاحبه با این بنده خدا نکرد، اصلا نذاشت این بنده خدا حرف بزنه تو این جلسه. پشت این جریان گردن کلفت‌های تراس‌های نفتی، گردن کلفت‌های شرکت‌های قورپیکر اسلحه سازی، مگه میزنن این آقا نفس بکشه؟ آخه بی معرفت ها، شما از کی توقع دارین؟ مثلا رضا پهلوی الان اونجا که نشسته تو واشنگتن یه صندوق مالی بغل دستشه، فلان مدیر کارخانه ایران ناسیونال میگه علازت من ماهی $1,000,000 میفرستم تو حسابتون، فلان امیر ارتش میگه علازت من مثلا ماهی $10,000 من میفرستم. نظامی ها جمع شدن، یه سازمان تشکیلات نظامی قوی پشت صحنه داره، یه سری افراد بچه های گارد و ساواک و اینا، یه تشکیلات نظامی آخه پشتش، از یه تشکیلات مالی پشتش، یه سازمانده یه صحیح داره، طرفداراش داره، یه حزب درست حسابی گردن کلفتی هم 22 بهمن یهو میبینی سراسر جهان همزمان از نیویورک و واشنگتن تا لس آنجلس و نمیدونم شیکاگو، از تو تمام اروپا، آسیا، یه مرتبه جلو سفارت ها جمع میشن، طرفداراش از پرچم سرنگو میگن دستشون، عکس رضا پهلوی رو میگیرن، عکس پدرش رو میگیرن، چافید شاه، همین کاری که تازه داریم شروع میکنیم. ما چرا این کارا نکردیم که آقا 10 سال اولا ولش کن، بعد مرگ اون خمینی چافید شاه، چافید شاه، بعد اصلا اجازه نمیدیم کسی زیر کمتر از علازت بهشون چیزی بگه، سینه واسش سپر میکنیم. اصلا کار نباید بکشه به شورا درست بشه، تو ماچ بکن، من ماچ بکن، همه چی. بعد اینم پشتش قوی میشد، پشتش پر میشد، گفت بچه‌ها پشت من، ای والله دعوت میکنیم علازت حزب، حالا اسمش رو حالا هر حزب میهن پرستان، حزب سلطنت طلبان، سازمان، آقا سازمان میهن پرستان علازت رو دعوت کردن، عرض تشریف بیارید برای بچه های طرفدار نظام پادشاهی در سیدنی، یه دو سه روز مهمان ما باشید، میرفتید با نگاه کن 50,000 تا 60,000 تا ایرانی اومدن جاوید شاه، جاوید شاه میومد توی پاریس به همیشه، میومد هامبورگ به همیشه، روز تولدش میدیدیم در سراسر جهان داریم واسه جشن میگیریم. کدوم حرفا بوده؟ کیا رفتن بغل دستش؟ داریوش و همایون، مامور MI6، اون شهریاری که آه میکشه تو لندن، یکی از نوکرهای انگلیس، اون یکی مردک علی ساربون در لندن، یکی دیگر نوکرهای انگلیس. آخه خودمونی بابا، یه چیزی بگین که آخه منطق توش باشه. لامصبا این بنده خدا چه کاری میتونسته بکنه که نکرده؟ چه کاری از دستش برمی اومده بکنه که نکرده؟ 10 دفعه نه 100 دفعه بیشتر پاشم از خط قرمز گشته اون ورتر، که من بارها خودم تنها بدن رو لرزیدم، دارم گفتم بابا خدا یکی بهشون بگه آقا دیگه بعد جوری داری میری جلو دیگه. من اگه بخوام یک کار بکنم، من کسی نیستم، CIA کاری با من نداره، اما کیم؟ اینتلیجنس سرویس کاری با من نداره، تازه من بخوام یه ذره بیشتر کوبانم حرف بزنم، اونا یه گوش منو میکشن. واسه من یه لقبا علازت، بعضی موقع خیلی دیگه بدجوری دارید میرید جلو، بعضی موقع اعلامیهاتون تنده، دارید بیدار میکنید. اینا قرار نیست که شما بیدار بکنید، خودتونم میدونید که قرار نیست بیدار کنید. بعد من این چیزها رو، من بی سواد این چیزها رو میدونم. بعد آقای فلانی تو این که میگی من دکترم و یه کتابخونه میچینی پشت سره، تو این چیزها رو نمیدونی؟ اگر نمیدونی پس چرا میگی من مفسرم؟ من تو دفتر شعبانو بودم. اگر میدونی پس چرا میگی؟ اونم کجا؟ نمیاد در گوش چارت رفیقت رضا پهلوی بگه، چارت کسی که عاشقشم بگه.
من اگر رضا پهلوی دلگیر باشم شاکی باشم دلم گرفته آدمم دیگه. این حرفو میرم در گوشم مثلا جناب سرای وزیر میزنم، میرم در گوشم مثلا جناب سرای عشقی پور میزنم، از من بزرگترن، سن و سال چیزی دارن، برخوا پیشکسوتی به گردن من دارن، دلمو میرم یه جا خالی کنم، میرم در گوشه یه آدمی میگم که حرفم گوشه میگه آره خیلی خوب، حالا آروم باشه لیوان آب بخور اینج... دیگه نمیرم بشینم پیش دشمنش. علی منقلی دشمنه، اون تلویزیون دشمنه، اگه دشمن نبود که برام شطور رو نمیوردن اونجا بنشونم، میکروفون به حسین چاخوکش نمیدادن، اون یارو محصول صد که نمیرفت اینا رو برداره بیاره اونجا بشینه مزخرف بگه، صندلی را زیر پای رضا فاضلی که نمیکشیدن بعد بدن به زیر پای شرم‌آور. دروغ که نمیگم بابا، دروغ میگم آدم بره تو خانه بیگانه بر علی رضا پهلوی حرفا رو بزنه با علم به این مسئله که بدون این بنده خدا رو به دست و پاش قپونی زدن، زنجیرش کردن که آقا حرف نزن، تکون نخور، نفس نکش، راه نرو، اعلامیه نده، اینو نگو، اونو نگو، اینجا نرو، اونجا نرو، مردم تو بیدار نکنی، تو نباید براندازی بکنی، تو نباید راجع به تغییر رژیم حرف بزنی، تو اصلا نباید ادعای تاج و تخت بکنی. آقا بعد چرا اینقدر هم میگه من نمیدونم نمیخوام شاه بشم؟ آقا اجازه نداره، چرا نمیفهمی؟ این آقا نمیتونه بیاد بگه که آقا این حق قانونی منه، پدر من انصراف نداده، من شاه ایرانم، بیشورا. من بی خودم میگم ایران بشه جمهوری، من به 97% خواستم رسیدم، ایران غلام، من دنبال تاج نیستم، دنبال. حالا یه چیزی رو براتون پخش میکنم، اینو نگاه بکنی، سه بار چهار بارم من اینو دادم، همینطور یه پشت سرم ضبط کردن، وجدانن تو رو به شرفتون با تمام وجودتون بشینید اینو نگاه کنید، بچه ها این تیکر هم ضبط بکنید، مال اعلیحضرت رو پخشش کنید، هر کس اومد زیر زد همین تیکر رو بذارین جلوش، سوالی که اون خانم ازش میکنه و ببینید اعلیحضرت پاسخش چیه. ایشون میفرمایند من خودم باید به خودم بگم رضا شاه دوم شهریار ایران؟ مت شده مثل جریان طرف که میگفت حتما باید مثلا به من بگید، حتما باید به من بگید مهندس، حتما باید به من بگید دکتر. خب تو دیگه دکتر مهندسی دیگه، من چرا باید بگم دکتر؟ من تو عقده دکتر مهندسی داری؟ اصلا این در شأن یه انسان نیست. ایشون باید بیاد به خودش بگه مردم بیاین تو خیابونا بگین جاوید شاه؟ ایشون باید بیاد به خودش بگه مردم به من باید بگین رضا شاه دوم؟ ایشون باید بیاد به من و تو بگه بعد به من بگین اعلی حضرت؟ ایشون باید به من و تو بگه مردم من شاه شما، من شهریار ایرانم، من پادشاه ایرانم، من شاهنشاه ایرانم، بابا لامصب بابا ولیعهد اون مملکت بودم، طبق قانون اساسی بعد از فوت پدر من، بعد از ترور بابام، بعد از به قتل رسیدن بابام، بعد از اینکه اصلا پدر من به حالت عادی درگذشت، کی با جانشین پدر من میشد؟ من نبود اگه جانشین بابام میشدم، واسه من بعد من چی میشدم اگه جانشین پدرم میشدم؟ ولی همونطوری باید به من گفتین ولادت ولاده، این بعد این آخه بعد اینا رو به ما یادآوری کنه، بعد بعد اینا رو به ما بگه، بعد بعد با این ادبیات با ما حرف بزنه. پس یا ما بی شعور و گیج و قشی هستیم، یا با شعور هستیم قشی هم نیستیم، خیلی هم حالیمونه. اگه خیلی حالیمونه که واسه مزدوری، پس میفهمید چی میگین دیگه؟ من میفهمم الان دارم چی میگم دیگه، یا نمیفهمم؟ اگه نمیفهمم پس نفهمم، پس بی شعورم. اگه میفهمم پس مزدور و عاملم. آخه دیگه راه دیگه ای نیست، چیز دیگه ای نیست، من چه تعریف دیگه بهم بکنم؟ بیا بگم چی بگم؟ حالا نفهمیده چی؟ حالا نفهمیده. جناب مهندس خواهش میکنم از حضورتون لطف بفرمایید، شماره 4 رو ممنونتون میشم، گوش کنید با جان و دل. ما شما رو چگونه بنامیدیم؟ تا اینکه اختلاف نظر هستید که شما شاه جوانی شهریار ایرانی به وارث تاج و تخت میدونی ولی عهد و یک نمیخه زعفران اپوزیشن میدونم، اگه ممکنه بفرمایید که خود شما ترجیح میدید که شما رو بشون عنوانی بنامید؟ به حال تشخیص مردم هست، من گفتم مگه خمینی میتونه به من بگه رضا شاه دوم شهریار ایران؟ اینا پرداد محمد رضا شاه میگه، یا ایکس میگه یک ایرانی، یا آقای پهلوی، اونی که میگه شهریار جوان، من که میگم من خودم اسم میزنم. من فقط به تو میگم که در مملکت تاریخی بود، اون تاریخ سلطنت بود، پدری بود که شاه بود، فرزندش ولیعهد بود، پادشاه میشه طبق قانون. من در خودم نمیخوام اصلا
اسم و مقام و که نمیدونم به اصطلاح چی بهش میگم اونها شما ترجیح میدید که شما رو بشون عنوانی بدن. به حال تشخیص مردم هست. من گفتم مگه خمینی میتونه به من بگه رضا شاه دوم شهریار ایران؟ یا فرزند محمد رضا شاه میگه یا ایکس میگه یک ایرانی یا آقای پهلوی نیکی میگه شهریار جوان. من که میگم خودم اسم میذارم. من فقط بهتون میگم که در مملکت تاریخی بود، اون تاریخ سلطنت بود، پدری بود که شاه بود، فرزندش ولیعهد بود، پادشاه میشه تا بابانو. من در خودم نمیخوام اصلا اسم و مقام و که نمیدونم به اصطلاح چی بهش میگم اونها اگه ممکنه بفرمایید که خود شما ترجیح میدید که شما رو بشون عنوانی بدم. به حال تشخیص مردم هست. من گفتم مگه خمینی میتونه به من بگه رضا شاه دوم شهریار ایران؟ یا فرزند محمد رضا شاه میگه یا ایکس میگه یک ایرانی یا آقای پهلوی نیکی میگه شهریار جوان. من که میگم خودم اسم میذارم. من فقط بهتون میگم که در مملکت تاریخی بود، اون تاریخ سلطنت بود، پدری بود که شاه بود، فرزندش ولیعهد بود، پادشاه میشه تا بابانو. من در خودم نمیخوام اصلا اسم و مقام و که نمیدونم به اصطلاح چی بهش میگم اونها سپاس از شما جناب مهندس یواش گرامی. هر کس این رو نگاه کرد و نفهمید فطرتاً نفهمه، هیچ جمله دیگه ای نیست. یعنی من بهم چی الان تفسیر کنم؟ چی بگم؟ به چه زبانی ایشون باید بگن؟ حرف مال کیه؟ چهره رو دیدید دیگه؟ حرف مال 35 سال پیشه، شایدم بیشتر 36-37 سال پیش، حالا ما 35 سال پیش. بعد من هنوز بیام بگم که شاهزاده من مشروطه شاهزاده، من بگم شاهزاده جواد خالدار کمونیستم، بگه شاهزاده آذرپاکوتای کمونیستم که صیغه منصور حکمته، بگه شاهزاده مینا بیدندون تو آلمانم، بگه شاهزاده اون عباس شاخانم، بگه شاهزاده من بگم شاهزاده برون شطورم، بگه شاهزاده محمد بزاقم، بگه شاهزاده اسمال بزازم، بگه شاهزاده هوشنگ امیر بیشرفم، بگه شاهزاده لگن فروش دوزدم، بگه شاهزاده. پس اینجا موقعیت ها چی میشه؟ پس من چی کارم اینجا؟ من چه کارم؟ کمونیستم؟ مصدقیم؟ من چه کارم؟ مشروطه خواهم اگه نیستم؟ چرا باید بگم شاهزاده؟
کی به من گفته من باید بگم شاهزاده؟ اصلا چرا باید بگم شاهزاده؟ ایشون شاهزاده هست. آره من برم پیش آقای دکتر بگم سلام عرض میکنم آقای مهندس، میگم حال شما خوبه؟ خیلی خانم این بخش روانی بفرستینش بره. کوری من نمیریم من لباس دکتر دارم. اومدی تو بیمارستان تو مطب من به من میگه آقای مهندس؟ یه پلیس رو تو خیابون ببینم بگم مثلا پاسمون رو میده خیابون بگم مثلا فرض بفرمید جناب تیمسار درود بر شما، پاسمون میگه داری منم از خیلی میکنم با تو میزه دو مخه اون رو فرمودی؟ اینطوری اعلی حضرت رو آوردن گذاشتن یه گوشه ای که ما میخواییم حذفت کنیم، میخواییم زجکش کنیم خاندان پهلوی رو. انگلیس خاندان پهلوی رو میخواست زجکش بکنه. شاه رو میتونستن اون موقع که از ایران بیاد تو همون مصر، تو همون سه چهار شبی که تو مصر بودن اونجا تکلیفش رو روشن کنن، زجکشش میخواستن بکنن، تلافی 37 سال میخواستن ازش در بیارن و در آوردن. بعد بلای سرش آوردن جلو چشمش، نخیر کنه نظر جسمی یا نه، جلو چشمش کشورش رو در تمام ادعاهایی که تو ایران کرده همه رو نابود کردن. ارتشش و دولتش و تاریخش و فرهنگش و کارخونه هاش و دستاورداش و اون بنده خدا اگه با آمپولای عوضی به قطع نمیرسی دق میکرد و جلو چشمش این کشورش رو چه بلای سرش آوردن. اینا همین بلا رو سر رضا پهلوی میخوان بیارن جلوی چشمش. ببین چه بلایی بر سر کشوری آوردن که این آقا قرار بوده پادشاه این کشور بشه، ایشون قرار بوده راه محمد رضا شاه پهلوی پدرشو بره، یعنی همون سازندگی رو با سرعت ادامه بده، یعنی قرار بوده که ایشون همین الان پس از گذشت مثلا بگیم الان 30 سال رضا پهلوی شاه ایران بوده، خیلی سرراست. تو این 30 سال که رضا پهلوی الان تو ایران پادشاه ایران بود، ما به رضا پهلوی چی میگفتیم؟ شاهزاده رضا پهلوی میگفتیم اعلیحضرت شاهنشاه ایران، شاهنشاه ایران، رضا شاه دوم. این شاهنشاه میدونید الان ایران رو به کجا رسونده بود؟ میدونید ایشون الان در دنیا در چه جایگاهی بود؟ بعد من اینو بدونم خودش اینو نمیدونه؟ خود رضا پهلوی نمیدونه اگر الان بعد از پدر در ایران اومده بود به تخت سلطنت رسیده بود به عنوان شاهنشاه ایران الان ایران چه شکلی بود تو جهان؟ نه تو منطقه ها، تو جهان. ما آمریکای دوم بودیم تو جهان، همه چی داشتیم. وقتی بهتون میگم همه چی، از نظر نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، همه چی داشتیم، همه چی داشتیم. الان حداقل تو کشور ما 5 6 میلیون پناهنده بود، پناهنده 5 6 میلیون اومده بودن از دنیا تو کشور ما پناهنده شده بود. ما الان راحت راحت 4 5 میلیون راحت راحت کارگر خارجی تو کشورمون کار میکرد، باور کنید بیشتر. هر نوع جنسی در دنیا بود، صوتی، تصویری، حرکتی، خزندگی، درندگی، هر چی جنس شما تو دنیا میبینید الان تو ایران کارخونش بود. ما هیچ وابستگی نداشتیم به جهان، نه خوراکی، نه پوشاکی، نه صنعتی، هیچی. اینا رویا نیست بهتون میگم، این برنامه هایی بود که برای ایران نوین ریخته شده بود. بعد تو بیای تو خیابون به اون مرد، به اون انسان، به اون خدای ایران که یه چنین نقشه هایی داشت که خودش بکشه کنار، خسته شده بود، داغون شده بود بنده خدا، بعد 3-4 سال پسرش یه مقداری تجربه به دست بیاره و زیر دست پدر یه چیزایی یاد بگیره، بکشه کنار، پسر رو به تخت بنشونه، بگه آقا جان حالا بساز، من زیربنا رو ساختم، بتون رو ریختم، حالا بساز، حالا مبل صندلی برده بذار تو این خونه که من واسه ساختم، تو تزیینش کن. رضا پهلوی اومد تزیین کنه. این آدم اینا رو نمیدونه، مادرش براش نگفته که چه طرحایی بوده، شهبانو تعریف نکرده. بعد این آدم میگه گور پدر ایران، گور پدر ملت ایران، من نمیخوام شاه بشم. من نمیشنوم مردم میگن جاوید شاه، من اصلا نشنیدم مردم میگن رضا شاه روحت شاه، من نمیشنوم مردم میگن شاهنشاه روحت شاه، من نمیشنوم مردم میگن پهلوی کجایی بداده ما بیای، من کی شنیدم که مردم میگن پهلوی پهلوی، من کجا شنیدم میگن ولیعت کجایی بداده ما بیای، من نشنیدم، به خدا من نشنیدم. ای مردم ایران گفتن، من حواسم رو داشتم چیز میکردم، داشتم شنا میکردم تو باغم. این حرفایی که میزنید معناهاش اینه، شنونده ای که 20 سالش نشسته اونجا اینو داره میفهمه. چرا اون جوونی که 20 سال اونجا نشسته محروم از همه چی؟ حالا 20 سالش، 30 سالش، 40 سالش، اون آدمی که نشسته پای منبر تو داری مزخرفات تو رو گوش میکنه، اون محرومه. وقتی محرومه تمام این محرومیت رو
سر رضا پهلوی خالی میکنه، یعنی میگه مقصر این که من بیکارم، من الان نمیدونم بدنم شپیج زده، نمیدونم ایدز گرفتم، آنفولانزا گرفتم، بدبخت شدم، کلیه‌مو فروختم، ناموسمو فروختم، پا منقر نشستم، آواره شدم، بیچاره شدم، بابا مرد، مادرم مرد، اینجوری شد، تمام این بدبختی‌ها و مصیبت‌ها که به سر من اومده رضا پهلوی مقصرش تویی. این حرفو داری تداعی میکنی، میکنی تو مخ ملت و میدونی که داری چیکار میکنی و هیچکی هم نیست جوابتو بده، ولی من جوابتو میدم، جوابتونو میدم، چون میدونم بنمایتون نوکریه برای انگلیسه. سرمو بذارن زیر گیوتین، به کفن پدر مادرم سوگن، همه تون عامل انگلیسی. بی شرفم اگه دروغ بگم، بی حیثیتم اگه دروغ بگم، همه تون عامل انگلیسی، چون تمام حرفایی که از دهان شما میاد بیرون همون حرفایی که بنگاه لجن پراکنی بی بی سی میزنه، همون حرفایی که انگلیس زد در طی 100 سال از طریق صدای بی بی سی کثافت. من میدونم درد کجاست، برای همین حرص میخورم، برای همین فریاد میکشم. من میدونم دردتون چیه، شما عاملید، نوکرید، مزدورید. رضا پهلوی در طی این 37 سالی که پدرش چشم از دنیا فروبه است، چه چیزی کم گذاشت برای ملت ایران؟ چه چیزی کم گذاشت؟ چه کاری تونست بکنه که نکرد؟ بگین، شرف دارید بگین. شما هنوز انقدر شرافت ندارید که لقب این بنده خدا رو بگین. دنیا اینطوری نمیمونه. من یه چیزی رو تو این پایان این قسمت که تمومش کنم، حوصله دیگه ندارم واقعا، اعصابم دیگه نمیکشه، یه چیزی رو بهتون بگم. تا من رضا احمدی و مای رضا احمدی ها، من دیگه تنها نیستم، دارم میشنوم به گوشم، دارم میبینم به چشام، دم بچه های ایران گرم، بچه ها دمتون گرم، بچه ها متشکریم، دمتون گرم. ایستادید گفتین جاوید شاه، ایستادید گفتید پهلوی کجایی به داد ما بیایی، رضا پهلوی، شاهنشاه روحت شاد، رضا شاه روحت شاد، باریکلا بچه ها، چه اشتباه کردیم که انقلاب کردیم، دمتون گرم، آفرین، درود به شرفتون، بالاترین بهترین شعار رو دادید، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، چه اشتباه کردیم که انقلاب کردیم، رضا شاه روحت شاد، رضا پهلوی، جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه، دمتون گرم. ولی یه چیزی رو بهتون بگم، به شما مزدورا، من و امثال من تا روزی که زنده ایم، به کوری چشمتونم انقدر زنده میمونیم تا ایران آزاد کنیم، تا روزی که زنده ایم نمیگذاریم که حق پایمال بشه. ما رضا پهلوی رو ببینید، من که این حرف رو بهتون زدم، ما وارث تاج و تخت رو بنابه وصیت پدرش، پدر ایران علی‌حضرت شاهنشاه آریامهر، ما رضا پهلوی رو برمیگردونیم ایران. خواهید دید که این اتفاق میفته، به زودی هم میفته، تا چشم لگن فروش کثافت کور بشه، تا چشمتون کور شه. حالا هی بیاد بگید بعدم بدین زندانی سیاسی آزاد باید کرده، یعنی موسوی و کروبی، بی شرف. من میدونم پشت این شعارهای شما چی خوابیده، من میدونم پشت شعار شما که میگید نگید جاوید شاه تو خیابونای لندن پشت چی خوابیده، من میدونم پشت این جلساتی که میرید تو اسکایپ میشینید چی توش خوابیده. هیچی نیستی، به هیچ جا نخواهید رسید، چون دستاتون رو شد، یه ذرم که رو نبود روش کردم، من کاری کردم، تمام کسانی که به شماها اعتقاد داشتن میشستن پای منبرتون تموم شد، هیچ کسی که باهاتون کاری نداره. میدونید روزی چقدر برای من پیام از همون لس آنجلس میاد که تا این لحظه سر چه افرادی رو کلا گذاشتی، چقدر دزدی کردی تو لس آنجلس، مردی که شیاد شارلاتان و بقیه‌تون، خدا رو شکر دستتون رو شد. حالا آقای سیاوش همین الان به من خبر دادن، مهندس سیاوش گرامی، این مردی که برداشتیم طفل معصوم اینطوری پرتش کرد تو صد آشغال، گویا نیروهای انتظامی گرفتنش، ویدیوش هم اومده، نشسته داره گریه میکنه. خیلی خوشحال شدم. من نمیدونم چجوری این اتفاق افتاده، کی رفته لو داده، کی رفته گفته، نیرو انتظامی کی، هر کس اینو دستگیر کرده آورده نشونده، دارم بهت میگم درود به شرفت، درود به شرفت، دمت گرم، واقعا دمت گرم، نشون دادی که هنوز یه عدتون تو اون لباسی که پوشیدین تنتون حافظ انسانیت و اخلاقی، حافظ جان و مال و ناموس ملتی، دم شرفتون گرم، دمت گرم که این کارو کردی، دمت گرم، شیر مادر دلاله، لقمه صحیح خوردی، آفرین. جناب مهندس لطف کنید این ویدیو رو اگر چیزش کردید پخش کنید، ممنونتون میشم. نگاه کنید، دلم خنک شد وقتی این خبر رو شنیدم.
چشمت کورش بیشرف. دوری مخلی بود یه بای بای کن چطور نسی با احساس مردم قدر اصلا من خودم کارگرم دوست دارم میکره آزار بدم طالب بی از این کارا نکردم میکره آزار بدم یکی من آزار میده خودم ناراحت میشم اشکی چند نفر تو در آوردی با این تصویر این کارو کردم پشیمونم هم مثل خیلی خیلی پشیمونم کاش میمردم یه اتفاق نمیفت از مردم ایرانم واقعا خیلی پشیمونم واقعا دوستان منو ببخشید که این اتفاق افتاده دوست داشتم من یکی رو آزار بدم واقعا 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 دارم سکته میکنم خیلی خیلی پشیمونم خیلی خیلی پشیمونم که مردم ایران من اینجوری مثلا منو در مورد من دارن قضاوت میکنم من به خدا دوست دارم یکی رو آزار بدم واقعا خیلی پشیمونم که این اتفاق افتاده دوست دارم منو ببخشید ها که دوست داشتیم اینجوری بشیم ولی خب بازم خندید باز اون نگاهه نه به قرآن من خیلی گریه کردم به قرآن جون مامانم خیلی گریه کردم اینقدر خودم رو زدم شاهد دوستم به خودشم نشون دادیم حتی فیلم به خودشم نشون دادیم بعدش هم از دلش در آوردم ابوالفت دوستم ساندویز داشت رو ماشین آورد ساندویز بهش داد از دلش کلی در آوردیم گفتیم برای شوخی بود فلان خودشم خندید رفت والله از این که حرکتمون پشیمون اونده دست درد نکن آقای مهندسی آشی گرامی خیلی شاکی بودم دمت گرم که گرفتیتش پشیمونی؟ حالا برون بچه رو پیدا کن این که فعلا قانونه و دوتا کشیده است و یه جریمه است ولت میکنه برو از دل اون در بیا چون تا موقعی که از دل اون بچه در نیاری خیر تو زندگیت نخواهیدی اینو گوش کن بهت چی میگن اگه به گوشت رسوندن اون بچه رو برو پیداش کن هر جا هست برو اون بچه رو پیدا کن عادی که احمق این شوخیه این خنده است بانو شهناز لطف کردن $10 جناب خسرو و سرکار بانو منیر $50 و عرض کنم جناب سیاوش هستش دیگه اعلام بکنین پایان برنامه خواهش میکنم پس لطف بفرمید شماره 5 رو لطف کنید ممنونتون میشم بچه این شعارهای جاویدچر هم که بهتون قول دادم یه قسمتشو براتون پخش میکنم دستتون درد نکنه کارتون عالیه شماره 5 رو جناب مهندس لطف بفرمید
سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. بچه دمتون گرم، این چهار رو ادامه بدی. این فراموش نشه، این جزئیه مثل اون جزایر سگانه است. این اصلا از در هیچ شرایطی نباید از بین بره. جاوید چهار رو همینطوری ادامه بدی و ازتون من میخوام به عنوان یک سرباز، بچه خیابونا رو ترک نکنید. اینا قلق و غمتون میکنن، دارم بهتون میگم خیابونا رو ترک نکنید. بچه هامون هنوز تو زندانن، زخمیامون هنوز دست اینا اسیرن. خیابونا رو ترک نکنید. خبر برای من اومد که تبریز شلوغه، مشهد شلوغه. عرض کن... نه اینا رو علیکی بگم، واقعا چیزاش برای من اومد، خبراش برای من اومد، عکسش برای من اومد. و شیراز همچنان شلوغه، اصفهان حالت عادی نداره، تهران بعضی از مناطق شلوغه. بچه ادامه بدین، ما باید رژیم رو سرنگون کنیم. ما رفتیم برای سرنگونی. گوش نکنید به پرت و پلا اینا که میگه. اصلا نگاه نکنید دیگه این تلویزیون‌ها رو. آقا تحریم کنید، تحریم کنید تلویزیون‌های لس آنجلس رو، تحریم بکنید این اینایی که میان میشینن براتون مزخرف میگن. به خداوندی آقا برید بشینید چیز نگاه کنید، شو نگاه کنید، بشینید این سریال‌های ترکی نگاه کنید، ببین واقعا بشین فیلم نگاه کنید. نرید دم برای اینا، اینا مغزتون رو فاسد میکنن، چون فاسدن، مسمومتون میکنن، منحرفتون میکنن، منحرفتون میکنن. متاسفانه هیچکی هم نیست بیاد توضیح بده، بعد میاد تو تلگرام حالا اونایی که وسیله دارید هجوم میارید به من. خب من جواب چند تاتون رو بتونم بدم؟ یعنی یه نمونهش راجب رضا پهلوی که میاد اینطوری مغزتون رو چیز میکنه. این آقا میخواد کمک کنه، میخواد مملکت رو درست کنه. شاهنشاه ایران مسئوله، اسمش تو تاریخ مونده. ایشون نمیخواد اسم، اگر اسم رضا پهلوی اسمش بد بره تو تاریخ، اسم پدر و پدر بزرگش هم خراب میکنه. این بنده خدا کاری از دستش بر نمیاد، جلوشو گرفتن نمیذارن تا حرف بزنه تکون بخوره. به شرافت بشری سوگند، اگر اعلی حضرت 5 روز، یه هفته بابا، یه هفته از این شنبه تا اون شنبه دست از سرش بردارن تا من بهتون بگم چه بلایی به سر جمهوری اسلامی بیاد، یک هفته بگن آقا ما دنیا کور و کری، ما هیچی نه از تو میشنویم نه کاری به کار تو داریم، هر کاری دوست داری برو بکن، بهتم وسیله نمیدی. اصلا وسیله نمیخواد، تو همون خونه خودش لپتاپو بذاره جلوش شروع کنه با مردم صحبت کردن. تمام به شما میگم یه هفته دیگه ایران چی بشه؟ آرزو چرا نمیکنه؟ بلکه دوباره رسیم سر خطر. و آقا نمیذارن، نمیذارن کارخانه جات اسلحه سازی، نمیذارن کارخانه جات گردن کلفت تراستا و کارتلای نفتی، نمیذارن، اجازه نمیدن. اگر جمهوری اسلامی برود اسلام میره، اسلام اگه بره دکون انگلیس تعطیله. یه مافیای جهانی پشت این جریان خوابیده. اینا که من بهتون اعصابشون رو میارم، این ارازل اوباش مافیا پشت اینا خوابیده. شما خیال کردید اینا با چی میان اونجوری لباس میپوشن میشینن اونجا تلویزیون واسه خوشون راه انداختن، پول کارمند میدن، از کجا میارن این پولا رو؟ پولا که زیر میزی بهشون داره میرسه، پس واسه چی میرن تو کاخ سفید؟ اونی که میاد به شما میگه من استاد دانشگاه، میخوام بگم کجا پول میاره؟ کدوم استاد؟ چه استادی؟ چرت و پرت بهتون میگن. اون مرجع عباس شاخان که میاد به شما میگه من استاد دانشگاهم و تاریخ و فلان، دروغ بهتون میگه، نه همشون حقوق میگیرن به انواع و اقسام اسامی مختلف. انجمن نمیدونم حمایت از فلان فلان شده های آقا رو دعوت کرده بیا اونجا سر شب سخنرانی کن، دروغه، زیر میزی دارن بهشون پول میرسونن. اسامی بچه‌ها رو بگم و بعدم در پایان از جناب مهندس خواهش کنم شماره 6 هم پخش بکنن که شعار بچه‌ها رو امشب من دو قسمتش رو بتونم برای شما پخش کرده باشم. سرکار بانو فاطمه از نروژ لطف کردن $26، سپاس از شما سرکار بانو فاطمه. آقا سعید گل از آلمان $10، سپاس از شما آقا سعید. عرض کنم سرکار بانو منیر و جناب آقای خسرو تورنتو $50، سپاس از شما. و سارا و کوروش عزیز هر کدوم $10، مجموعا $20. با درود به جوانان شجاع وطن و جاوید شاه. جاوید شاه دستتون درد نکنه. و بانو شهناز هم که عرض کردم $10. یک بار من اسامی رو از بالا تا پایین بخونم برای دوستانی که لطف محبت کردن امشب. عرض کنم انجمن تاج پادشاهی آقای همایون لندن $25، آقای اسد آلمان $50، آقای ایران دوست شیکاگو $20. از سرباز وطن به سرباز وطن $50، دست درد نکنه. آقا شهرام از لندن $50، بانو شهناز $10، جناب آقای سرکار بانو منیر و جناب خسرو گرامی $50، سارا و کوروش عزیز $20، جاوید شاه، فاطمه خانم از نروژ $26، و آقا سعید هم از آلمان $10. دست همتون درد نکنه، لطف و محبت کردید. دوشنبه که می در خدمتتون خواهیم بود، انتهای برنامه هم شعار بچه‌ها رو پخش می‌کنیم براتون. و
بچه ها تو خیابونا بمونید، جاوید شاه رو فراموش نکنید، بچه های لندن، بچه های هامبورگ، بچه های خارج از کشور، مخصوصا این دو شهر. پاریس رو ولش کنید فعلا، پاریس مثلی که یکمی قش سر بالا کردن. لندن و هامبورگ یادتون نره، بچه ها تو دوسلدورف هم اومدن، تو فرانکفورت هم اومدن، توی مونیخ هم اومدن، تو کلن هم اومدن، باریکلا به بچه ها در آلمان، آلمان خوب فعالیت کرده، بچه ها تو اسن، عرضم به حضور شما و شهرهای دیگه، باریکلا بچه های برمن تکون بخوری، بچه های برلین آفرین، بچه های هانوفر باریکلا و حضور شما عرض کنم، و تو انگلستان هم که بچه های لندن. جاوید شاه رو فراموش نکنید، با همین جاوید شاه بهترین اسلحه هست در برابر مزدوران فرقه تبهکاران خارج نشین. بچه های مونیخ اعلام کردن که روز یک شنبه، بچه ها از مونیخ آلمان الان اعلام کردن روز یک شنبه ساعت 10 صبح در برابر سفارت امریکا و ساعت 1 بعد از ظهر، بچه های مونیخ اعلام کردن روز یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر در برابر سفارت امریکا در مونیخ یه تجمعی دارن. یه بار دیگه تکرار میکنم، بچه های ایرانی از کنم، بچه های چیز مقیم مونیخ، شهر مونیخ اعلام کردن که ساعت 1 بعد از ظهر یک شنبه در برابر سفارت امریکا در مونیخ یه تجمعی دارن و به استار جمع شدن. بچه ها جاوید شاه یادتون نره اونجا ها، و خواهش میکنم ازتون، خواهش میکنم سعی کنید بیشتر شعاراتون به آلمانی باشه، مخصوصا در اون تو بایر تو مونیخ، مخصوصا اونجا شعاراتون آلمانی باشه. یکی دوتا شعار هم همچین چاشنیش به اسم سالاد انگلیسی بذاری تنگش، که عرض کنم این سفارتی های تو در امریکا استفاده میکنه میخوان جمع بشین گوش کنن. بچه‌ای که اطراف مونیخ زندگی میکنید، برنامه رو دارید میبینید که میتونید خودتون رو اونجا با اسپانی چیزی به خودتون رو برسونید به اون طرف، برید بچه‌ها، برید. الان شرایطی نیستش که بگم سرده، منم میدونم سرده، ولی برید اونجا گرم میشی، برید جمع بشید اونجا، یه چایی بزنید، یه کیکی بزنید، گرم میشی. پرچم ایرانی که میگین دستون گرم میشی، چیز نکنید، برید به بچه ها توی مونیخ بپیوندید. بچه هایی هم که لود کردن تو مونیخ این تظاهرات رو راه انداختن، دستشون درد نکنه، خسته نباشن، دست مریضا، دمتون گرم، باری کرده. ایرانیان خارج از کشور، بچه ها نشینید تکون بخورید، آقا این میاد حوصله ندارم، اون میاد، اینا گروه، اصلا کارتون به اینا نباشه. ما قراره بریم بگیم جاوید شاه، به من چه بغل هستم کی میاد، ما قراره بگیم جاوید شاه. دمتون گرم بچه‌ها، بچه‌های داخل کشور تنها نذارید، اونام چشم امیدشون به ماست، نشون بدیم که ماها با هم هماهنگیم، همون شعار بچه‌های داخل کشور رو بدیم، همون شعاری که بچه‌ها تو ایران دارن میگن، تو شیراز و اصفهان و این ور اونور شعار میدن که رضا رضا پهلوی، ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره، جاوید شاه، رضا شاه، روحت شاه، شاهنشاه روحت شاه و غیره داره. عکسای اعلیحضرت رو یادتون نره، عکسای اعلیحضرت، رضا شاه دوم، پهلوی سوم، با پرچم مقدس سرنگ شیر و خورشید نشان ایران. گوش به هیچ کس ندی، بدون این عکسا، بدون اون پرچما نرید بیرون. اگر گفتن نیارید نرید بیرون، اگر بهتون بگن کار مزدوراست، تموم شد. ما باید این خجالت و رودرواسی رو بذاریم کنار، با هیچ کس رودرواسی ما نداریم. با کمال میل من یک مشروطه خواه و طرفدار بازگشت نظام برحق و انسانی شاهنشاهی به پادشاهی اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم، تنها امید واقعی ملت ایران و ملت‌های جهان هستم. کوروش زمان تموم شد رفت، با همین قدرت، با همین قاطعیت. دمتون گرم، باریکلا، خسته نباشید. سپاسگزارم از جناب مهندس سیاوش گرامی، سپاس از همه بچه‌هایی که لطف و محبت کردید، و ممنونم همه شما خانم‌ها آقایونی که یک بار دیگه منو به منازل خودتون راه دادید. امیدوارم که دوشنبه بتونم بیام و در خدمتتون باشم. آخر برنامه شعار بچه‌هارم پخش می‌کنیم و به همه شما عزیزان بدرود می‌گیم با شعار همیشگی خودمون، ما زن و مرد جنگیم، علی شیرایی، به جنگ تا به جنگیم. اینو یادمون نره. پاینده باد ایران، جاوید شاه، کدوم شاه؟ رضا شاه دوم، پهلوی سوم. سپاسگزارم، تا دوشنبه که در خدمتتون خواهیم بود. پاینده ایران، جاوید شاه.